بینندگان عزیز با سلام به شما، امیدوارم اوقات خوبی رو پشت سر گذاشتید و اوقاتی بهتر در انتظارتون هست. امروز جمعه 14 ماه آگوست سال 2020 میلادی برابر است با 24 مرداد ماه 1399، مردادی که در تاریخ ما حرف و گفتگو زیاده، یکی میگه قیامه، یکی میگه کودتاست و هرچی بود گذشت. مهم اینه که امروز من و شما در نقاط مختلف دنیا یا در ایران هستیم و هر کدوممون آرزو میکنیم که ایرانی آزاد و آباد و دموکرات داشته باشیم. ولی سوال اول اینه که خودمون دموکرات هستیم؟ وقتی تنها هستید از خودتون سوال کنید و جواب بدید. خب آقای روحانی آمد، یادتونی میگفت آن مرد آمد، آن مرد با داس آمد، آن مرد نمیدونم. روحانی گفت که من یه خبر خوب دارم و هفته گذشته بود گفت دوشنبه بهتون میگم چنین و چنان. قبل از این که اون بیاد بگه، آقای به نام مرعشی که گویا ایشون مؤسس شرکت هواپیمایی ماهان هست، اون در جلسه ای که داشتن صحبت میکردن به اصطلاح این خبر خوش رو به مردم گفت و خبر خوش اینه که میخوان به شما، به مردم ایران نفت بفروشن، نفتی که بوده دست خودشون مونده و باید ببرن وسط دریا قاچاقی بفروشن. بعدم تازه دولت آمریکا میگیره، نمیدونم دولت‌های دیگه میان میگیرن، باید پول بدن به این شرکت به اون شرکت، پرچمای مختلف روی کشتی‌های مختلف بذارن، بیمه‌های دوبل و سوبل و نمیدونم چند برابر بخرن. و حالا به این نتیجه رسیدن چه کسی بهتر از مردم خودمون، مردم ساده لو که بهشون گفتیم خونه نخریم، خونه بهتون میدیم، پول آب و برق ندین، آب و برق مجانیه و اون قولا رو که عمل نکردیم هیچ، هزار بلا هم سرشون آوردیم و صدای این مردم در نیامد. هر وقتم صدای ازشون در آمد فوری سازمان مجاهدین، انجمن پادشاهی، انجمن کوفت، انجمن زهرمار آمدن و گفتن ما گفتیم، مردم هم رفتن توی خونه هاشون گفتن آقا ما نه، ما به هر اصلا شما رو نمیشناسیم، شما کی هستین، ما بچه‌مون گرسنه است، حقوق نداریم. رسیدیم به امروز، رسیدیم به اینجا. امروز یک ویدیویی دیدم از آقای فرزاد نیساری، این همشهری خوبمون، و خیلی ویدیوی قشنگی، اصلا قیافه این همشهری ما برای کارهای سیاسی و حزبی و اینا میدونی بعضی ها به قیافهشون میخوره، بعضی ها نه، من اگر بیام بشم یه جای نماینده مجلس مردم میخندن از من، ولی ایشون قیافهش میاد خیلی هم قشنگ شیک و پیک اومده نشسته و صحبت میکنه. بعد براش نوشتم کاکو جون من ویدیوی شما رو تماشا کردم و خب میدونم میگید اعتصاب کجا باید اعتصاب کنیم، کی باید اعتصاب کنه، چرا باید اعتصاب کنیم و وقتی ما اعتصاب میکنیم کی به همون حقوق میده. این متاسفانه اینا نمیتونن هنوز پیدا کنن و هنوز نمیدونن آقا شرکت نفت چیزی ازش باقی نمونده، اون قسمتی که پتروشیمی هست و تولیدات داره و فلان اینها فروختن، خصوصی سازی کردن، پولاش هم حالا دارن هی میدوزن و میبرن. شرکت نفتی که نمیدونم روزی 500,000، روزی 250,000 تا بشک نفت میخواد بره وسط دریا، اونم احتیاج نداره، بگی اصلا ببندش، میگه آقا ببند بهتر دیگه، کارگرم اعتصاب نمیکنه. دوستان اگه صدای ما رو میشنوین بنویسید که صدا و تصویر داریم، چگونه است، کجا هستیم، چی هست و الی آخر. All your friends were selected. Okay. امیدواریم اینجوری باشه که شما میگید و بذارید خود من اینجا مردم تیوی رو برنامه قبلی چند دقیقش نشون نمیداد، ببینیم هستیم یا نمیداد. بله ببینیم هستیم یا نمیداد. بله ببینیم هستیم. نه هستیم، اینجا هستیم. البته صدا کمی ضعیف است، اونجوری که ما دوست داریم نیست و خیلی جالبه دیگه این چیزای اتوماتیک اختیار رو از ما گرفته. یه چیزی هست
توی قسمت ساوند یا صدا بهش میگن لول، اندازه. ما میریم، حالا بذار من به شما نشون بدم این، نگاه کنید صدای میکروفون رو، ما میگیم آقا میخوایم صدای میکروفون ما قوی باشه. نگاه کنید، یه به شما نشون میدم این لحظه تاریخی، نگاه کنید روی کامرای دو، من اینو میارم روی صد، حالا وایساد، ولی اون موقع این را میفتاد خودش میاد عقب، حالا احیانا صدای ما زیاد میشه، میبینید روی صد الان وایساد، ولی اون موقع میرفت عقب و بهش هم نگفته بودم اوتوماتیک باش نه هیچ. شاید اینا رو که برداشتم اینقدر چیزای مختلف گذاشتن که آدم نمیدونه کدومش چه کار انجام میده و دیگه اینا رو قرار نیست که هر روز آدم تنظیم کنه. بعد یه روز که تنظیم میکنه بگه همون تنظیمات رو میخوای نگه داریم، بگیم بله، اونم نگه داره، بله اون رفت رو صد، بذاریم این یکی هم بیارم روی صد، ببینیم چی میشه. بله خیلی هم خوب، حالا امیدواریم صدامون خوب باشه. نه این هنوز، حالا این هنوز باید بیاد اینجا نزدیکتر. بله فکر کنم حالا بهتر باشه. دیدید میکروفون ها نوعای مختلف داره، یه میکروفون شما اینجا که میگیری از اونجا هم صدا میاد، یه میکروفون رو باید نزدیک دهنشون باشه. اونها میگن که آقای همایون موصلی، آقا خیلی ممنونم از شما، ساوند اند پیکچر اوکی، مرسی، خیلی ممنون، شما ها مایه دلگرمی ما هستید، ای کاش شما هم بیاین اینجا حرفتون رو بزنید، یا حداقل برنامه‌ای که میبینید در مورد اگر نظری دارید با این شماره تلفن که الان بهتون نشون میدم پیام بذارید، برای برنامه‌های آینده پخش میکنیم و الی آخر، یا اگر از قبل زنگ بزنید با هم صحبت میکنیم. ما نگاه کنید این زیر نوشته ها میگه تماشا کنید، مهمان ما باشید، نظر بدید، حمایت کنید، شما هم میتوانید برنامه داشته باشید. متاسفانه دوستان همه یه مقداری نمیدونم گرمای تابستون، اون وقتا بهار که میشد همه بیهار میشدیم، دلیلش هم اون سرمای زمستون و ساعتهای خواب زیاد بود، بعدم که بهار میمد دیگه حالا هوا خوب بود، همه مخصوصا اطراف شیراز و بوشهر و خوزستان همه چرت میزدیم. خب ممنونم آقای روحانی، آقای موصلی، شما نظر درباره این روحانی و یه چیزی رو بهتون بگم، واقعا این آخوندا، من یه دفعه توی جمعی گفتم آقا من نمیدونم، شما همه تون میگین یه مش آدم بی سواد، یه مش آدم شپشو، یه مش آدم از ده آمدن، که توهین به داعتی ها نباشه، اگه داعتی ها نباشن من و تو شهری که نمیتونیم زندگی کنیم، نه بلدیم یه چیزی بکنیم، نه بلدیم یه چیزی درست کنیم، نه بلدیم خونه اونو بسازیم، این بیچاره ها میان زحمت میکشن میسازن بمانه. بعد یکی از دوستان گفت آقا اگه وقت داری بیا بیرون، من اینجا با 30-40 نفر صحبت نمی کنم، حوصله دعوا ندارم. آمدم بیرون، گفت آقا من آمریکا درس خوندم، موقعی که من و دوستان دیگه میرفتیم درس میخوندیم، کار میکردیم، روزای جمعه و شنبه هم میرفتیم بیرون، میرفتیم دیسکو، دوست دختر داشتیم، این افرادی مثل سازگارا و مهندس ایکس و مهندس ایگرگ و اینا که ما بهشون میگفتیم خرخون، اینا مثل خر که میخوندن هیچی، اون روزا هم مینشستن درباره این سیاست و اینا صحبت میکردن. حالا یه سریشون شون کنفدراسیون، یه سریشون این اسلامی ها بودن و اینا برگشتن ایران، اینا پشت صحنه، درست آخوند اجازه نمیده اینا بیان جلو، ولی اینا پشت صحنه دولت رو میچرخونن. 42 سال، مگه میشه؟ آخه شما نگاه کنید این ترامپ چون نادانه، چون بلد نیست، 3 سال خورده گذشته، الان 3 سال و 10 ماه، 3 سال و 9 ماه داره آمریکا اصلا منفجر میشه از به اصطلاح هر چیزی که بگید، از لحاظ اقتصادی، از لحاظ روابط خارجی، از لحاظ امور داخلی. چجوری اینا 42 سال این همه مهندس و دکتر و دانشمند و فهمیده و فرهیخته تو ایران نگه داشتن و هیچ کس هم هیچ کاری انجام نمیده؟ خب بیان بگید،
یه جلسه بذارید ببینید چرا اینجوریه. اون دوست من گفت آقا برای که یه عده دیگه دارن میچرخونن، اونا اون جلو وایسادن پول میگیرن میدزدن میخورن میبرن، ولی اون پشت اونایی هم که وارد بودن، اونایی هم که رفته بودن این درس سیاست و اینها رو خونده بودن و نقشه داشتن، با نقشه اومدن. آقای ویساری عزیز، با نقشه، با برنامه، این که از امروز مشت های خود را آهنین کنیم، بسیار عالی. آقا اینا شعاره، اینا برای کمپین خوبه، برای انتخابات خوبه، برای تظاهرات خوبه، ولی باید به مردم بگید ای مردمی که گرسنه هستی حقوق نگرفتی، خب چرا میری سر کار؟ تو که میری سر کار حقوق نمیدن، نرو سر کار، ما حقوقتو میدیم. ولی نیست کس، هیچ کس نیست. در هر صورت این روحانی به مردم میگن شما دلار دارین، یورو دارین تو خونه هاتون، از همه اینها مهمتر طلا دارید، بیارید به ما بدید، بشکه های نفت 25 دلاری بهتون میدیم، سه سال دیگه که اوضاع خوب شد شما این نفت ها رو بفروش به دولت. این یا میشه بگید تقریبا اوراق قرضه است. اسم اوراق قرضه رو نیاوردن چون اوراق قرضه در کشور ایران کار نکرد. حتی دوره مصدق که این همه میلیون بودن اونجا هم کار نکرد. دولت مصدق پول کم داشت، اومد اوراق قرضه درست کنه، مردم پولشون رو نمیدن یه تیک کاغذ بگیرن، مگر اینکه شهرام همایون باشه که میگه من این کاغذ رو میفروشم 10,000 دلار و مردم هم میخرن. این هم از این. ما نوشتیم که ترامپ با آخونده کار میکنه، دوستان عصبانی شدن گفتن نه آقا دموکرات ها اینجوری هن. حالا دیگه میگن دموکرات ها اینجوری فکر میکنن. میگم خانم آقا به حرف خود ترامپ گوش کنی، به چیزایی که وایت هاوس کاخ سفید میگه منتشر میکنه گوش کنی. خودشون دارن فریاد میزنن ای آقای آخوند، بیان جلوی چی بهتون بگم، آخوندا چین و روسیه الان شدن سه تا قطبی که از لحاظ انگولک کردن، دستکاری کردن انتخابات آمریکا رتبه یک و دو و سه دارن. حالا ملت یه سری میگن اگه بیایم با مامه با وسیله پست رای بدیم شانس تقلب کم میشه، همون تقلبی که دفعه قبل ترامپ با روسیه انجام داد. همین امروز کتاب وکیلش آمده بیرون، برید بخونید ببینید چی میگه. زمین همین امروز برادر ترامپ، من نمیدونم چند تا برادر خواهر داره، همین امروز برادر ترامپ رفته بیمارستان، حالا ببینید چیه. میگه که دلنه نفتی رو کجا بذارن. آها این همین ماجراه که ما بشکه نفتی رو به شما میفروشیم، اون موقع لابد یه سری چیز درست میکنن، عکس مثلا ده تا بشکه نفت روشه، میگن آقای اکبری این برای شما، این برای این، این برای اون. و ماجرای نفت و اینا رو خیلی از دوستان اصلا نادیده گرفتن، نشنیده گرفتن، در صورتی که این خیلی مهمه. برای آقای نیسانی نوشتم الان موقعیه که شما از هر سکوی ارتباطی به هر وسیلهی با مردم تماس بگیرید و بهشون بگید اگر نمیخواین حکومت آخوندی پا بر جا بمونه این پولا رو ندین، این نفتا رو، حالا چه با بشکه ببرن در خودتون، چه رو کاغذ بیارن، چه نمیدونم رسید بهتون بدن، نخرین. ولی همون موقع فوری سوال این پیش میاد آقا ما اگه کمک نکنیم به اینا، اینا پا بر جا نمونن، کی میخواد جاش بیاد؟ مجاهدینی که تو آلبانی داره دعوا میکنه به اونایی که 30 سال براش مجانی کار کردن، 40 سال باش بودن، آقای رضا پهلوی کی میخواد بیاد؟ برنامه تو چیه؟ آقای نیسانی هم که میگه نه آقا ما که نمیخواییم بیان، هر یه نفر پادشاهه، عجب مملکتی میشه ها، 80 میلیون پادشاه. آقا دوره شاه ما یه شاه داشتیم چه خاکی بر سرمون کرد، انداختمون دست آخوندها، کشیدن خانواده 10,000 تا آخوندی، حالا 10,000 تا آخوند و 100 تا آخوند بیا بشه 80 میلیون پادشاه. آقا کار نمیکنه اینجوری عزیز من، نمیشه. در هر صورت در رابطه با هر جایی که به اصطلاح میتونید این کارو انجام بدید و
به اصطلاح با مردم در تماس باشید، بذارید من این لول این میکروفون رو یکم بیارم پایین، امیدوارم که درست باشه، چون برنامه قبلی چند دقیقه از اولی صدا رو ضبط نکرده بود. بله، دله نفتین کجا بذاریم؟ بشکه رو پیت نفتین تو شیراز میگن دله، دلی میگفتیم، دلی. خب بذارید من اینو پیدا کنم بهتون نشون بدم از لحاظ اعداد و ارقام و اینها که الحمدلله وضع ما بد نیست. فیسبوک یه جا میگه 200 و چند هزار نفر، 285 هزار نفر، یه جا میگه 300 و خورده هزار نفر. خود منم حقیقتش این اعداد رو نمیدونم. دوستان حالا از همه این شماره ها مهمتر این هست، پلیر تو دو، اگه شما برید فیسبوک مردم تیوی، یعنی اینجایی که خط کشیدیم دورش مردم تیوی و این صفحه رو ببینید و اینها، اینجا نوشته become a supporter، یعنی حامی شوید، حمایت کنید. این خیلی روش ساده ای رو درست کرده که شما میایید حمایت میکنید و پرسیدید مای چند، گفتیم بالا مای 1000 دلار، زیاد 100 دلار، زیاد 10 دلار، زیاد مای 5 دلار، 4.99 دلار، یا همچین چیزی بدید که آدم بدونه بابا یکی هست داره گوش میکنه، یک کسی منتظر این برنامه است. در هر صورت شنونده ای هست. چرا ترامپ میگه اگه من انتخاب بشم همون ماه اول دنباله صحبت با آخوندها رو میگیرم؟ چرا دوستان؟ چرا آقای برایان هوک رو اخراج کردن؟ چرا آقای الیوت رو آوردن؟ الیوت هرمز هم چیزی این آوردن؟ من دو سه بار اینتون دی سی دیدم، اتفاقا یکی از اونایی که دیدم جایی بود که داشت یه پولی میگرفت که برای یه کسی یه کاری رو درست کنه. یعنی این واقعا اخلاق آخونده بود. دست چه زمنن این کسیه که 42 سال پیش در حکومت، یعنی قبل از اینکه حکومت ریگان تشکیل بشه، کمک کرد به انتخابات ریگان با همکاری و فروش اسلحه به ایران و اینها، و ریگان آمد سر کار. اون ریپابلیکن های کم سوادی که مثل من نمیدونن که آقا کارتر کاری نداشت، شاه خودش افتاد، شاه این حکومت باز فلان اینا رو خودش انداخت، با تیشه خودش زد به ریشه خودش. ریگان بود که با آخونده معامله کرد. اگه شما اینو بلد نیستید، یک خانم مهسا سامتینگ آمده به من گفت صبح شما بیا بپیوند به دولت در تبعید. گفتم خب من تبعیدی نیستم که بیام بپیوندم به دولت تبعید، و ضمناً کدام یک از اینها تبعیدی هستن؟ بعد دیدم که شهرام همایون یه جایی نوشته فلانی مثلا به دموکرات‌ها کمک کرد. گفتم اگه شهرام همایون هنوز نمیدونه که تو آمریکا وقتی یک کسی میخواد انتخاب بشه، چه دموکرات چه ریپابلیک، اونایی که پول دارن یه پولی به این میدن یه پولی به اون میدن، که هر کدومشون انتخاب شدن اون کاغذه رو بندازه دور، یکی بیاره بگه ببین من تو حمایت کردم. اینجوریه. خب اینه که نمیدونه تفاوت تبعید و مهاجرت هم که نمیدونه. خب من چرا بیام توی سازمانی که تا حالا صدمین سازمان آقای شهرام همایونه، از کشتی مولانا پرنده تا پرواز به سوی ایران تا پرچم تا هر چیزی که شما بگید، تا ما هستیم ما نیستیم، تا برو من اینجا نشستم، اینا رو هی درست کرد، هیچ هم نرشده. آقا خجالت هم چیز خوبی. بله. و اما دیروز یک خبرنگاری بالاخره از ترامپ سوال کرد و خیلی جالبه. من اتفاقا این کارت خبرنگاری وایت هاوس یا کاخ سفید رو میخواستم بگیرم، وقتی که ترامپ اومد دیگه نرفتم دنبالش، گفتم ولش کن. اینجا کارت ها رو میگیری، بعد مثلا میگن امروز 50 نفر میتونن بیاد تو، هر کی زودتر اسم نوشته باشه. الان به دلیل کرونا یه عده کمتر میرن، بعد دیگه خب این همش دروغ میگه و اینها، همچین میل و رغبتی ندارن دیگه. مثل قدیما هم هر روز اون ماجرای وایت هاوس پرسونال نبود، نیست که گفتار روزانه اینها باشه. یه آقای من تا حالا نایده بودم،
از ترامپ پرسید، حالا اگه سعید باشه یا چیز میگم این لینک رو بفرسته، این ویدیو کوتاه رو نشون بده، خبرنگاره از ترامپ پرسید که شما رگرت یعنی مثل خجالت کشیدن نیست، وقتی که آدم یک کاری رو میکنه از اون کار شرمنده است، از اون کار راضی نیست، گفت که شما از این همه دروغ که مردم گفتید هیچ احساسی؟ ترامپ گفت چی؟ گفت من میگم از این همه دروغی، بیش از 10,000 تا دروغ که تا حالا گفتید، ترامپ اصلا خشکش زد و نمیدونست چی بگه. ترامپی که پرروه، حاضر جواب، فوری میگه This is nasty question، یعنی این سوال زشتی بود و اینها، خانم متاسف، بله regret متاسفم میشه، بله چون بعضی ها مثلا وقتی یه جای تقاضا میکنی برای کار بعد برای بیمیسان regretfully، یعنی ما متاسفیم که زمین که ساری، یعنی متاسف ولی regret هم میشه، بله. این ازش سوال کرد که شما متاسف نیستی که این همه دروغ گفتی؟ و حتما اینو نگاه کنید، این ویدیو جالبیه که بعد ترامپ اصلا یک دو ثانیه خشکی زد و چی بگه، بعد اشاره کرد به یکی دیگه که یعنی اصلا انگار اینو نشنید و این هم وجود نداره. نظر شما خانم جیلانی در باره این اوراق قرضه، در باره فروش نفت و اینها چی هست؟ چی فکر میکنید؟ من برای یکی از دوستان نمیش، مردم ایران خیلی هوشیارن، گفتم آقا جون همین دو هفته پیش نمیدونم 25,000 تا ماشین از تو سوراخ کجاشون آوردن فروختن به مردم، مردم دویدن رفتن پول گذاشتن. یه نفر از خودش نپرسید که آقا تو ایرانی که من نمیتونم یه دلار قایم کنم، اینا چجوری 25,000 تا ماشین رو قایم کردن؟ حالا میرن میخرن. دلیلش چیه؟ شیرازی ها میگن تمخون، خام طمع، خام طمع، برای که ایرانی خام طمعه. همون کسی که الان پولشو گذاشته تو بانک داره 20%، 30% سالیانه سود میگیره و فکر نمیکنه خب منی که این 100 دلار گذاشتم 120 دلار میگیرم، حالا بچه من امسال اگه یه خونه رو میتونه بخره 100,000 دلار، سال دیگه باید بخره 130,000 دلار تا 10,000 دلارشو بانک ورداره 20,000 دلار سود بده. اگه مردم این فکر رو نمی کنن، الان تو گفتن آقا بدو بیا بشکه نفت 25 دلار، من فکر میکنم بازم میرن. بله آها متاسف نیستی، بله regret همین، خیلی ممنون، پشیمان نیستی، الان میشه، خیلی ممنون، درست میگی، یعنی یه چه جمله کوتاهی، تفسیر خانم جیلانی خیلی جالب بود، میگن این اوراق قرضه رو، خبر خوش روحانی و این دولت و اینها نشان دهنده اینه که کفگیر به ته دیگ خورده. صحبت از کفگیر شد و اینها، اجازه بدید من این رستوران شعله یا فلیم رو به شما نشون بدم که آقای مستشاری صاحب و به اصطلاح مدیر و گرداننده این رستوران هستن. میدونید الان رستوران ها به خاطر این ماجرای کرونا خیلی صدمه دیدن و تا یه مدتی اصلا نمیدونستن چه باید بکنن، باز باشن، ببندن، کارگرشون رو چیکار کنن، آشپزشون رو چیکار کنن و اجاره و مالیات و اینها رو چیکار کنن. حالا بعضی ها خب باهوشترن، کاردانتر هستن اینها. آقای مستشاری آمده رو یه برنامه‌ای رو که قبلا داشتن با رعایت تمام اون چیزای بهداشتی که الان بیشتر شده، یعنی رعایت فاصله، ضد عفونی کردن بیشتر، دستگیرهای در، نمیدونم وسایلی که مردم استفاده میکنن، صندلی ها و اینها، و ایشون دیدم که نوشتن که open air garden dining، open air یعنی فضای باز، فضای آزاد، garden هم یعنی باغ، dining هم همین مثلا جایی که شام و نهار میدن، داینر هم بهشون میگن، داینینگ هم میشه، اون شام خوردن هم
دینر و داینینگ و اینا همه از هم میاد و اینجا هست نوشتن نو تاچ بافه، یعنی چیزی رو کسی دست نمیزنه. و من امیدوارم که شمایی که توی اون منطقه هستید، بذار آدرس و اینا رو من بهتر و بزرگتر نشون بدم، توی منطقه کالیفرنیا و اینا هستید، برید این دوستان رو حمایت کنید. اگه دوستان دیگه هم هستن در همین رابطه با رستوران و شغل‌های ایرانی اینها، اونها رو هم حمایت کنید. این رستوران فلیم یا شعله، فلیم اینترنشنال، خیلی برنامه‌های خوب و شاد و اینها داشت و نشون میداد که موفق بودن. حالا امیدواریم که این کرونا وقفه ای اگر ایجاد کرده فقط مثل دست انداز بوده باشه و بگذرد و این دوستان باز هم بتونن هم به جامعه ایرانی هم به جامعه آمریکا که اینجا هستیم خدمت کنند. 310-444-0045 شماره شما هست، سانتا مونیکا بولوار، لس آنجلس، کالیفرنیا. به دوستانی مثل سعید، پتیک، اینها اگر نزدیکشون هست بگیم برید حمایت کنید. دوستان خودتون آمریکایی‌ها هم بگید برن. الان موقعی که باید همدیگر رو حمایت کنیم، چون میگن 85% از رستوران ها ممکنه نتونن از این موقعیت سخت به اصطلاح عبور کنن و جان سالم به در ببرن. یک بار دیگه خدمتتون عرض کنم دوستان، امروز 24 مرداد 1399، 14 آگوست 2020، و فیلم های بسیاری توی یوتیوب هست که درباره کودتای 28 مرداد چگونگی همکاری اشرف با آمریکا همه اینها میگه، ولی دوستان طرفدار پادشاهی میگن قیام. بذارید دلشون خوش باشه، نرمد میخواه آهنی در سنگ، بذارید دلشون خوش باشه. ولی یه چیز جالب براتون بگم، یه آخوندی روی منبر داشت جوک میگفت و گفت که سازمان CIA چون در کودتایی که در ایران کشورهای دیگه کرده موفق بوده، گویا آمده 200 میلیون دلار داده به چند نفر که برین در ایران کودتا کنید و براندازی کنید دولت رو. اینها آمدن و گفته بهشون هم 6 ماه بهتون وقت میدن. بعد 6 ماه اینا برگشتن گفتن آقا ما برگشتیم. گفته خب براندازی کردید؟ گفته نه. گفته پولا رو چه کار کردید؟ گفتن خرج کردیم. گفتن چه خرجی؟ گفت آقا ما 6 ماه 200 میلیون دلار خرج کردیم که ببینیم چه کسی مسئول دولته و دولت کیه، که ما اونو براندازیم. دیدیم تو ایران اصلا معلوم نیست کی به کیه. این جوکیه که خود آخونده میگه. یعنی چی؟ میگه یعنی ما نگران دو دولت و سه دولت و تنبروها و اصلاح طلبان نیستیم. ما خودمون از این هرکی لذت میبریم و دوست داریم. مردم از آینده میترسن، هرچه دستشان میاد میخرن. آخه ببینید اینجاست که وظیفه آوانگاردها، همون به اصطلاح فرهیختگان، مشخصه که بیان اینا برای مردم توضیح بدن. اگه منی که وارد نیستم به طرف بگم خب این طلا هر روزی که شما بخوای پوله، دلار هر روزی که بخوای پوله، حالا 1000 تومان بالا 1000 تومان پایین، یورو هر روزی که بخوای پوله، ولی بشکه نفت اگه این کاغذ رو دادن دسته، خب فکر کن این کاغذ نوشته شما 10000 بشکه نفت دارید، احتمالا بازار فروش نفت هم اینا درست میکنن، چهارراه استانبول. شما فیلم های ایرانی رو نگاه کنید، تابلوها ببینید بغل همدیگه صرافی. اون وقتا مثلا میرفتی تو خیابون شارزان بغل همدیگه کفاشی میدیدی، میرفتی تو فلان خیابون بغل همدیگه 4 تا قنادی میدیدی، طلا فروشی میدیدی. الان صرافی بابا، 2 روز دیگه نفت فروش چی میگم، معاملات نفتی. و اما یه عکسی براتون بگم، من بعد از چند مدت یکی از دوستانمون رو دیدم و باهاش سلام و احوال پرسی و اونها میکردم، گفت راستی اون دختر کوچولویی بود که
دوست شما پتیک به کمک کرده اینا؟ گفتم بله. چی شده اینها؟ گفت که یه دو تا جراحی انجام دادن و بعد میدونید که وقتی میخوان جراحی های زیبایی یه پلاستیک و اینا انجام بدن باید صبر کنن تا اون بچه به سن بلوغ برسه که از لحاظ استخون صورت و بدن و اینها به اصطلاح بزرگ شده باشه، نه هم براش یه دماغ درست کنن بعد این دماغه کوچیک باشه برای صورتش اینها. و گویا چند تا جراحی روی دختر خانم انجام دادن، الان به دلیل وجود کرونا متوقف شده و به دلیل دیگرش اینه که باید صبر کنن تا ایشون به سن بلوغ برسه. ولی جالب اینه، میگه که وقتی که دیداری داشته با دکتر جراحش، دکتره بهش گفته که خیلی خوشحالی از اینکه ما صورت تو جراحی کردیم و اینها، این خوشحالی؟ گفته نه، خوشحالم که یه دوستی ارمنی از آمریکا برای من لباس خریده. ما هر وقت اینجا دست نیاز دراز کردیم آقای پتیک نیزشته اون برنامه به تکرار برسه. نوشته که من چک رو گذاشتم و توی پست داره میاد. اینجا اون دوست مشترک رو نوشته کاکو سلام، اسم این دختر فاطمه است. فکر کنم دو بچه دیگه ای که کنارش نشستن برادرانش هستن. فاطمه 9 سال دارد و یک عمل جراحی داشته است و قرار بوده جمعه دوم و اینها را به خاطر کرونا به تعویق افتاد. دکتر خیلی خوب و انسان دوستی دارد، با قلب بزرگ مانند آقای پتیک و سوربی ها که به طور رایگان این جراحی ها را انجام میدهد. خب ما ممنونیم، ما از اون دکتر تشکر میکنیم، ما از پتیک ممنونیم. چرا اینو نشون میدیم؟ نه برای این که اسم پتیک رو برده باشیم. پتیک مثل اونای دیگه نیست که اگه 10 دلار بدن ما این زیر اسمش رو بنویسیم هی بره هی بیاد دلخوش باشه. این میره تو خیابون طرف نشسته پشت مغازه، میره داخل یه پول بهش میده برمیگرده یه پول بهش میده، اینجوری اصلا کمک میکنه. مهم اینه که ما میگیم که بلکه اون انسانیت شما هم اگر به خاطر جریاناتی که تو آمریکا هست تو اروپا هست همش کار کار بدو بدو پول پول، بچه بره مدرسه، برای بچه‌م خونه بسازم، برای بچه‌م ماشین بخرم، برای بچه‌م بیمه داشته باشم، اینا اگر انسانیتمون کمی رفته و داره چرت میزنه، اون بیدار بشه، به خودش بیاد، تماس بگیره، بگه آقا من این دوست ما آقای سفر دادور همون کسی هست که برای افراد نابینای ایران از اینجا عصا میخره، از اینجا وسایل میخره، جی پی اس میخره، میفرسه ایران نصب میکنن. الان یک جایی تو ایران اون افراد نابینا دارن این وسایل رو آزمایش میکنن که وقتی این با عصا داره میره تو گوشش صدا میده که شما رسیدی به چهارراه. نه همینجوری دیدید که تو ایران هم بنده خدا میاد تو خیابون طرف به جایی که ترمز بزنه ماشینش نگه داره این ببره بهش میگه مگه کوری؟ خب اونم میگه بله نابینا هستم کورم. در صورت ما دنبال این هستیم، نه خودخواهیه نه پزدادنه، میخوام آقا این تعداد انسانهای خفته بیدار شن و به همدیگه کمک کنن، به قلمی به قدمی به درمی به همدیگه کمک کنن. کمک کردن هم خیلی ساده است، شما لازم نیست به سوربی و سفر دادور پول بدی، خودت میتونی با فامیلت تماس بگیری، اگه فامیلت احتیاج دارن اول به فامیلت کمک کن. بله چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است. اگر فامیلت نیاز ندارن تو کوچه شون کسی هست به اون کمک کن، اگه اونا نیاز ندارن تو خیابون، اگه خیابون نیاز نداره تو محل دیگه، همینجوری تا ایران آباد بشه. و الان شما 57 سال نشستید به امید شاه و پدرش، حالا خیلی خوشحال که شپشای سرتون کشته شد، 42 سال نشستید به امید آخونده و احمد نژاد که بیان به شما چیز بدن پول نفت و سر صفراتون بیارن. امتال به شوخی طرف نوشتون بفهمن آقا
هی گفتم نفت رو میاریم سر سفرتون، حالا برید جا باز کنید که این بشکه‌های نفت رو بیارن تو حیاتتون. این هم از این ماجرا. اجازه بدید من یه سر بزنم به نوشته هایی که اینجا گذاشتم. صلح بین امارات و اسرائیل یکی از جریانات بزرگ بروز گذشته بود که قرار به زودی در کاخ سفید این دو قرارداد امضا کنند. حالا مثل اون ماجرایی که اون مال مصر کی بود، یا ناصر عرفات، انور سادات میمد اینجا، کارتر میمد، همین ناصر عرفات میمد، نمیدونم مال اسرائیل میمدن و میومدن کمپ دیویدن میرفتن، بعد قرار میکردن میرفتن. خلاصه بعض وقتا به این دوستی اینها، مخصوصا وقتی که افرادی مثل ترامپ به خاطر جریانات انتخابات میخوان این کارا رو بکنن، خیلی نمیشه امید داشت. البته نکته‌های مثبتی هم داره که مثلا بلافاصله اون جایی رو که انکس، یعنی جایی که میخوان بچسبونن به همون محدوده اسرائیل رو بزرگتر کنن، فوری اون رو توقف دادن. فعلا دوستان، اسرائیل کشوریه که نقشش معلوم نیست. برید نگاه کنید، من 10 بار به این آقای حمید فرهنگ گفتم، و فرهنگ حمید گفتم آقا شما که یهودی هستی و از یهودی ها طرفداری میکنی، بیا اینجا به ما بگو این کشور اسرائیل چه نوع کشوریه. اگه هر کسی برگرده بر اساس کتاب دینیش بگه این منطقه مال ما بوده، خب زرتشتی هم میدونی زرتشت قدیمی ترین دینه، از کلیمی هم قدیمی تره، ولی بعضی هم میگن نه کلیمی ها 5000 سال هستن، نمیدونم. خب اون هم برگرده بگه آقا ما موقعی که زرتشت بودیم تا اینجا نداشتیم، اونجا نداشتیم. این چیزا رو در یه برهه از زمان دیگه توقف میدن، میگن آقا این دیگه خط رو میکشیم تموم. اسرائیل این خط رو نمیکشه. اسرائیل هی میره دروغ میگه به افرادی که توی روسیه هستن، حالا که دیگه اونجا دین آزاده، آقا همونجا براشون کار بکن. میگه نه شما بیان اسرائیل ببینید چی میشه، میاره چون اسرائیل، بعد میگه اینا گرسنه هستن شما کمک کنید. اسرائیل برید ببینید سالی چند میلیارد دلار داره از آمریکا کمک میگیره، اون وقت هی پوز میده میگه ما یهودی ها بهترین هستیم، پولدارترین هستیم، متخصصترین هستیم. خب تو سرتون بخوره، چه متخصصی هستید؟ زمین مفت مردمی که گرفتی، این همه متخصص و این همه صنعت و اینا چجوریه آقای بابک اصحابی؟ حالا دیگه دیدم بابک اصحابی شده خبرنگار ایران اینترنشنال، چیه؟ خلاصه روزگار عجیب. شرایط طبیعی نیست، فضای قبل از جنگ هست، اگر چه جنگ نشود. بله، اگر ترامپ نتونه خودش رو از لحاظ این دروغایی که اینجا داره میگه به مردم به اصطلاح قالب کنه، اینجا میگن بفروشه خودش رو، ایدش و عقیدش رو بفروشه، میاد سراغ جنگ و اون برنامه جنگ رو هم پیریزی کردن. ولی یه فیلمی دیروز برای من فرستادم، اگه بتونم من اینو به شما نشون بدم، به انگلیسی هست ولی فکر کنم زیرنویس فارسی هم داشت. دیگه متوجه شدید وقتی بلد هستید شما یادتون نیست که یه روز اجرا بودن یه نفر صحبت کرد رفت، وقتی هم گفتن این به فارسی حرف می‌زد یا انگلیسی، گفت اون طرف انگلیسی حرف می‌زد. گفتم خب پس اون معلم ما درست گفت. بعض وقتا گفت اگر زبان خواب که ببینید به زبان انگلیسی ببینید، انگلیسیتون قوی تر از فارسیه. به زبان آلمانی ببینید، آلمانی قوی تر از فارسیه. هنوز خواب رو فارسی اگه ببینید، فارسیتون قوی تر از زبانهایی که میدونید. در این صورت اینم ماجرای این فیلم رو من بهتون نشون بدم که میگه They are not Iranians، میگه اینا ایرانی نیستن، They are Persian. اینو به هم نگاه کنیم دوستان، روی فیسبوک من هست، اگه خواستید شما هم با دوستان خودتون شیر کنید، من اینجا بهتون نشون بدم. بعد زیر نویس داره نوشته که فرمانده یگان پهبادی نیروی زمینی ارتش ایران. این از اون ماجرایی که ایران پهباد آمریکا رو گرفت و
این مال سال 2018 و نیمه تقریبا، چون داره راجع به سال 2016 صحبت میکنه. ولی از خودتون سوال کنید اینا اگه 2016 تونستن این کارا رو انجام بدن، الان چه کارایی میتونن انجام بدن؟ من صداشم باز میکنم، امیدوارم که این زیر نویزشو بخونید بهتره. Over the weekend, Iran released a video of the USS Eisenhower. They said one of their drones flew over it. Yeah, if you look at the footage, you don't do an investigation, you are kind of jaw-dropped about how close they got to this. This is crazy. I guess YouTube is shutting us down right now for showing this video. Who cares about YouTube? So, this looks like, you can see the sailors on the deck, you actually make out the actual inscriptions on the plate, look at that. That's how close that drone was. That's an Iranian drone flying over the USA. بله دوستان، یه چیزی اگه متوجه شدیم میگه حالا حتما بعد از اینکه ما اینو نشون دادیم یوتیوب برنامه ما رو هم برمیداره. اینو چیزی که من تو برنامه ها هی میگم و بعضی از دوستان باورشون نمیشه. در اصلاً میگه نگاه کن ببین درون ایرانی چقدر نزدیک شده، فیلم برداری کرده، حتی علامت ها و نوشته های روی هواپیمای آمریکایی رو روی این کشتی آیزنهاور داره میخونه. البته این ناو آیزنهاور الان آمده و اینجا داره به اصطلاح تعمیرات و بارگیری و اینها میشه، ولی داره میگه که اسرائیل داره آمریکا رو گول میزنه، بچه ها و فرزندان آمریکایی رو به کشتن میده، خودش رو با ایران در میندازه. همین پریروز ترامپ گفت ما توی میدل ایست دیگه سودی نداریم، منفعتی نداریم و باید از اونجا بیایم بیرون. دوستان دقت کنید، نه این لواشکی زیر یه ویدیو که ما میذاریم بنویسید که دموکرات ها اینو میگن. گور پدر دموکرات ها، من برای هیلری کلینتون کار میکردم، ولش کردم، اومدم گفتم آقا این خانم دروغگوه، این دروغه، این صدروه. حالا شما هی بگو دموکرات دموکرات، ریپابلیک، دوتاش یه شاخه از یه درخته و این درخت بد جان کاشته شده. این درخت آوردن در خونه شما کاشتنش، نه با ماشین میتونی بری تو، نه سالش میتونی خوره، ولی کثیفیش و برگش برای شماست. بفرمایید. This Eisenhower. And of course, the implication was that they did this just within recent days, that they flew this drone over. Is that true? No, I was able to look up the maintenance record for the Dwight D. Eisenhower, and it was actually, it's at Norfolk, Norfolk, Virginia right now. Norfolk. 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 But it's they come back to rearm. This actually, they were in the region along actually by the Strait of Hormuz themselves. بس دیگه بیشتر از این نشون ندیم که یوتیوب هم اگه گفت چرا نشون بدیم، دادیم بگیم که چون میخواستیم دربارش یه چیزی هست به نام Fair Usage میتونید این کار انجام بدید. دوستانی که مثل ما دو تا صفحه فیسبوک داریم، یه صفحه شخصیتونه که بهش میگن پروفایل و یه صفحه بیزینس یا فن پیج دارید که من هم به خانم جیلانی قبلا پیشنهاد کردم در این کار رو انجام بدید که توی اون بیشتر از 5000 تا میتونید برید، الان ما نزدیک 13000 تا داریم. یه مدت بود که نمیذاش ما هیچ چیزی بنویسیم، نمیذاش ویدیومون هم نشون بدیم و فیسبوک انقدر کارش احمقانه است که وقتی ما یک کار میخواستیم انجام بدیم میگفت شما اجازه ندارید، هیچی هم نمیدونش. باشون هم تماس میگرفتیم، کسی که جواب نمیده میفرستن یه جایی، میگن برو اونایی دیدم که همین مشکل دارن اینجا هستن، به هر کی هم اونجا چیز میکنه و میگه بله من همین پرابلمی داشتم، هیچ جواب نشنیدم. تا اینکه دیروز یه نفر برای من نوشت که من هم همین پرابلمی داشتم و شما اگه بری تو وی اتنتیفیکیشن هم چیزی، یعنی به فیسبوک بگی به غیر از این که من با اسم خودم و با پسوردم یا با اسم کلمه عبور میام و اینها، شما میتونی به تلفن منم زنگ بزنی یا تکس بفرستی، هر وقت میخوام از یه جایی ساین این کنم برام تکس بفرستی، من اون شماره رو بزنم. حالا یا تو وی یا تری وی به اصطلاح اینجوری، اونو که زدیم برای حساب شخصی خودمون حساب بیزنس هم درست شد. این نشون میده همینجوری که آقای اکبری هم دفعه قبل گفت
چجوری این فیسبوک یقه ما یعنی همه ما رو گرفته و هر وقت بخواد به همین دوتا انگشت کوچکش میتونه فشار بده و ما نفس کشیدنمون رو قطع کنه. در صورت فعلا درست شده. اینه که دارم میگم اینه که من کمتر از یه دقیقه از این ویدیو رو نشون دادم. ویدیو روی فیسبوک هست و برید اونجا ببینید. حالا من توی این برنامه هم براتون میذارم، میگم شو ویدیو کپی، بله اینجا الان براتون میذارم، بعد برید نگاه کنید. هم زیرنویس فارسی داره. روی این ویدیویی که من نگاه میکنم اپریل 2019 یعنی بیش از یک سال قبل اینا این برنامه رو داشتن، خود اونا دارن میگن این ویدیو مال قبله و میگه که الان این کشتی آیزنهاور در نورفورک ویرجینیا هست. نورفورک ویرجینیا پایگاه های نیودریایی هست، خیلی عظیم، اتفاقا یه جای دیدنی هم هست. آمریکا که چیز دیدنی نداره که، شما نمیتونی بری قصر دراکولا رو نگاه کنی 700 سال 800 سال 1000 سال پیش، باید بیای یا خونه واشنگتن رو نگاه کنی که تو مزرعش برده داشته و ویسکی درست میکرده، یا بری این پادگان ها رو ببینی و چند تا ساختمان دیگه که وقتی 100 سال کهنه هستن میگه اینها آثار باستانی ما هست، ولی میبینیم در کشورهای عرب افتاده مثل ایران و جای دیگه چجوری آثار باستانی از بین میره و چجوری ازش نمیتونن به اصطلاح بهره برداری کنن و از اینا پول در بیارن. فقط یه خانم ایتالیایی ویدیوشو دیدم که رفته ایران، البته صداش خیلی بد بود. بذار من این میکروفون رو بیارم اینجا. صداش خیلی بد بود ولی کلن ایران رو نشون میداد، شیراز رو نشون میداد، یزد رو نشون میداد و اینها. و به نظر من نگاه کنید این ویدیوهایی که افراد دیگه ای رفتن ایران و نظر اونها رو راجع به ایران ایرانی بدونید، همشون از مهمون نوازی ایرانی ها تشکر میکنن، صحبت میکنن که ما رفتیم اونجا اصلا احتیاج به هتل نبود، یه روز ما اینو برد خونه، یه روز اونو برد خونه. و این دیگه ما همه میدونیم که ما ایرانی ها قریب نواز و خودگداز هستیم، یعنی همدیگر رو پدر همدیگر رو در میاریم ولی قریبه رو مینوازیم. و اما اگر تونستید این برنامه ها رو با دوستان خود هم در میان بگذارید، بهتون یه چیزی رو نشون بدم. چند هفته گذشته به طور خیلی به اصطلاح عجیبی تعداد بازدید کننده های صفحات فیسبوک ما بالا رفت. یه جا به خودم گفتم باید از سازمان مجاهدین تشکر کنیم که این همه درباره ما بد گفت، ولی حقیقتش نمیدونم چرا و چجوری بوده که اینجوری شده. بعد دیدم همین ماجرا رو هی نمیذاره ما پست کنیم، ویدیو بذاریم. خب ببینم نوشته هایی که براتون گذاشتم چی هست و برنامه امروز احیانا 90 دقیقه بیشتر نخواهد بود. یکیش همین که رابرت ترامپ برادر رئیس جمهور آمریکا رفته بیمارستان و میدونید که در چند روز گذشته چند تا نفتکش ایرانی توسط کشورهای مختلف به اصطلاح چیز شد، توقف داده شدن، گفتن مزنونی میخوان بازرسی کنیم اینا، که الان دولت ایران رو اعتراض کرده. خانم جیلانی میگن خانه دراکولا در مرز رومانی بلغارستان است. من رفتم چطور مقایسه با کاخ سفید میشود کرد؟ خب الان یه دراکولا اینجا داریم، اون وقت هم یه دراکولا اونجا داشتیم. این اگه ولش کنی برای زنده موندن خودش، باور کنید خون دیگران رو هم مینوشه، حتی خون افراد فامیل خودش. همین کتاب کاهن چند صفحه شده که از دوستان برای من فرستاده بود، نوشته بود که این از بچه هاش با ترامپ بیشتر بوده. بعد نوشته بود خانوادهش که خب باهاش هستن و خوراک میخورن و میخوابن، من باهاش جایی رفتم که این اونجا ذات اصلی خودشو نشون میداد و این ذات اصلیش انقدر پلیده که واقعا آدم میمونه که چجوری امکان داره بعضی از ایرانی ها که آدم های خوبی هم هستن از دست شپش چجوری علیه خودشون پره کردن، از دست آخوند ملا چجوری به دامن ترامپ پناه آوردن. بله
نخستین واکنش ایران به توقیف کشتی‌های حامل سوخت توسط آمریکا گفتن دروغ است. ایرانیان خودشون راحت می‌کنن و ما متاسفانه اسیر مرگ. شما ممکنه باشید دیگه، کشورهای اروپایی هم از دروغ گفتن کم نمیاره. ما اسیر دو تا دولت دروغگو هستیم، دولت دروغگو ترامپ. دولت ها همه دروغ میگن، ولی وقتی دیگه 16 هزار تا دروغ میگه کمتر از 4 سال، یعنی سالی 4 هزار تا، روزی 10 تا بیشتر، خب این دیگه اصلا مغز آدم نمیتونه پروسه کنه. بله، میگن دراکولا داستان دروغ است. یه چوپان بوده که به گوسفندان مردم حمله میکرده و میدزده. توییتر و فیسبوک حساب کاربری ترامپ را برای چند ساعت بست و مجبورش کردن که یک توییت خودش رو برداره. این یعنی قدرت. بله، نگفته نماند که قدرت اونا وحشتناک داره میشه. توییتر تا حالا چند بار این کار انجام داده، فیسبوک هم یه بار این کار انجام داد و امیدوارم بیشتر دقت کنن و خبرهای دروغی که این یکی پس از دیگری. ولی آقای مبصری، شما اون کلیپ دیروز رو حتما پیدا کنید، نگاه کنید. اون خبرنگاری که ازش پرسید که به اصطلاح پشیمان نیستی، متاسف نیستی، خجالت نمی کشی، همون رگرت، پشیمان خیلی کلمه خوبیه، که این همه دروغ گفتی و ببینید که اون چه کار کرد. خب رافال های فرانسه در مدیترانه اجازه نمیده این محدود میکنه. رافال های چیه؟ رافال ببینیم چیه. ناو جنگی اگری و کلوز و رافال های فرانسه در دریای مدیترانه. رجب طیب اردوغان زمین پول ترکیه هم نزول کرد، یعنی آمده سقوط کرده، آمده پایین. اون موقعی که من اونجا بودم، دو سال پیش بود فکر کنم، حدود یک دلار که میدادی 5 لیر میگرفتی، بعضی روزا 5 لیر هم برد بالاتر، الان فکر کنم 7 لیر باشه، شاید هم بیشتر. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه از کشورهای حوزه دریای مدیترانه خواست تا با گفتگو به فرمولی برای حفاظت از حقوق تمامی کشورهای ساحلی مدیترانه دست یابد. او همچنین هشدار داد که ترکیه اجازه نمیدهد که این کشور را به سواحلش محدود کند. اردوغان همچنین با چارلز میشل رئیس شورای اتحادیه اروپا تلفنی گفتگو کرد و طرح خود را برای گفتگو و دستیابی به یک فرمول ارائه داد. مولود چاوشوغلو وزیر امور خارجه ترکیه نیز در نامه‌ای به جوزف بور مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا و همتایان اروپایی خود مواضع ترکیه در خصوص تنش‌های اخیر به وجود آمده در مدیترانه شرقی را توضیح داد. فرانسه ناو جنگی فرستاد، ترکیه تهدید کرد. روز گذشته امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه از ترکیه خواست تا دست از فعالیت‌های اکتشافی گاز در مدیترانه شرقی بردارد و گفت که کشورش موقتاً حضور نظامی خود را در دریای مدیترانه شرقی تقویت خواهد کرد. خلاصه همه جای دنیا همه به پرپای همدیگه پیچیدن و اوضاع خرابه. میگن که واکنش‌های متضاد کشورهای منطقه با آغاز روابط امارات و اسرائیل. امارات و همین دبی، شیخ محمد یا آدم دانایی هست، مثلا چندین سال پیش برآورد کردن که نفت 20 سال بیشتر نیست، گفت پس این پولا رو ما بدیم برای یه چیزی که برای همیشه باشه و شروع کرد خونه ساختن. خارجی ها رو اونجا خونه نشون فروختن، یه خونه رو بده به مادما، 100 خونه دیگه پاش بفروش فلان اینها. و متاسفانه میبینیم مثلا همون زمان قبلا شامی ها وقتی بحرین میده، میگه خب دیگه بحرین نفتش هم تموم شد، بعدم فرداش تبریک میگه به حاکم بحرین. و وقتی که پانیرامیستا و اینا داشتن توی مجلس با اردشیر زاهدی دعوا میکردن، اینا نادان چمدان
و دادم رفت. گفت پدر مادرش خان کرم بود، بداد از پس و پیش، همه رو داد رفت. دیروز داشتم سرنوشت بچه های رضا شاه رو میدیدم، گفت 11 تا بچه رسمن 12 تا به اصطلاح ممکنه داشته باشه. و برید ببینید که اینا هر کدومشون چه کار کردن و کجا بودن اینا، و بچه هاشو 14 ساله 15 ساله به جایی که بفرسته دبیرستان نظام میفرسته دانشکده افسری، که این نشون میده که این بلبل بازی و چه کار کرد. بچه رو شما اگر کوچولو باشه بفرسیش دانشگاه، این ما داشتیم، ما یه فامیل داشتیم بچه‌شون یه سال 2 تا کلاس می‌خوند، بعدن یه دفعه اصلا رد میشد، تجدید میشد، از ما هم که تنبل بودیم عقب‌تر افتاد، برای که فشار زیاد و توی گفته‌هاش صدای اشرف رو من شنیدم توی یه ویدیویی که به اصطلاح مستنده، و توی اون ویدیو اشرف میگه که چجوری پدرش بهش مأموریت داد که از اون محمد رضا نگهداری کنه، اینها این از پس حکومت بر نمیاد. و میدونید اشرف حتی قرار بوده با رضا شاه بره، ولی اون گفته نه تو بهتره تو ایران بمونی. اینها میگن در جای هم شاه میگوید بحرین سالها پیش رفته بود، فقط شاه سند به نام بحرین زد. نه اصلا همچین چیزی نبود، رأی‌گیری کردن. اگه رفته بود که بالاخره قراردادی بود، نوشته بود. خیلی ها دوستان شاه مایی میگن بحرین اصلا مال انگلستان بوده و از این چیزا. نه اینا داستان هاییه که برای خودشون بافتن. این رضا مسلما مرزا که بحرین رو داد، پدرش اون رودخانه اینها رو داد، طرف های بلوچستان رو داد، ولی این آخوندها به همه پدر سوختگیشون تا حالا 1 متر مربع که ندادن هیچی. هر روز هم میبینیم دستشون رو توی این کشور توی کشور دراز میکنن. و البته ما موافق نیستیم که اینها تو لبنان، تو عراق، تو سوریه به اصطلاح باشن، چون اینها ریاکشن یا مکفایر داره و عکس العمل بدی داره برای ایران، ولی از طرفی به مردم میگن ما اگه اونجا نباشیم اونا میان اینجا، به مردم میگن میخواییم اونا بیان اینجا مثل سوریه و مثل عراق، مردم بیچاره هم ساکت میشن. بله، واکنش های متضاد کشورهای منطقه به آغاز روابط امارات و اسرائیل، میبینیم که بعضی از ساختمان‌ها رو به مثل پرچم این دو کشور با رنگ‌های مختلف به اصطلاح درآوردن و به این وسیله شادی و خوشحالی خودشون رو ابراز میکنن. میگن که محمود عباس خواستار نشست فوق‌العاده اتحادیه عرب شد. ساعتی پس از اعلام خبر توافق اسرائیل و امارات، محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین این توافق را به مسابقه یا مسابقه به رسمیت شناختن قدس به عنوان پایتخت اسرائیل و نیز خیانت به قدس و الاقصا دانست. اینم از این. بله، دریای مازندران را دادم رفت. نه خانم جیلانی، دریای مازندران آقای آریان‌پور آمد صحبت کرد، باید شما دقت کنی عزیز من. دریای مازندران آقای آریان‌پور گفت ما که توی نیروی دریایی بودیم به ما گفته بودن هر وقت دستگاه مسکان نداریم که بسنجیم و اینها، از این طرف خشکی که ایران هست نگاه کنید، به اون طرف خشکی یه خط خیالی بکشید، این سهم ما هست. حالا اگر تو نقشه هایی که میکشیدن این دریا اینجوری بود، شما این اشتباه رو نکن. یعنی شما میخوای به من بگی در زمان شاه اون کسی که کنار دریای خزر بوده، درست اون بالای استارا و اینها، هر هم میخواسته پاشو بزنه تو آب میمده از ایران اجازه میگرفته؟ خب اگه اجازه نمیگرفتن، دسترسی داشتن، حالا اون کشورها اسماشون عوضی شده، هر کسی وقتی اونجا هست، این که خیلی واضحه، هر کسی هر جای بغلشه، ما اینجا برف که میاد، این تاون آف وینا میگه شما باید برفای این اینجا را، چون مردم میان رد میشن، ولی من چون بغلش هستم باید تمیز کنم. یه نفر از شما برای من بنویسه قبلا مرز ایران کجا بوده، مرز دریای مازندران کجا بوده. آقا طرف دریادار رژیم شاهنشاهیه، اون میاد اون تو دریای شمال بوده،
تو بندر پهلوی بوده، تو جنوب بوده، تو بندر عباس بوده. اون میاد اینجوری میگه شما قبول نداری؟ او قبول نداشت باش. اصلا همه دریای مازندران امروز مال شما. ولی من یادم وقتی هم ما میخوندیم میگفتن ما مقدار کمی از دریای مازندران رو داریم، ولی خوشبختانه جایی رو داریم که عمیقه و خاویارهای خوبی هست، ماهیهای خوبی هست. مرسی. میگن که روسیه چرا سهمش عوض نشد، مرزش عوض نشد، من اونو نمیدونم. ولی روسیه وقتی تکه تکه شد، خب لابد اون بلایی که بوده هستش دیگه، کجا بره؟ اونو بگیره بکنه بده به ایران. خب روسیه این بلا بوده، یعنی این قزاقستان و تاجیکستان و کوفتستان و فلان درست شدن، اینا بغل آدم همه قدم میگیره. من نمیدونم، به اصلا در این موردم شما میتونید نظر بدید. دوستان، خانم جیلانی باور داره که آخونده هم دریای شمال رو دادند و رفت. من این نظرم نیست، با اون چیزایی که خوندم، با اون ویدیوهایی که دیدم، با استناد به حرف آقای آریانپور، باور دارم که اون نقشه‌ای که ما میکشیدیم و یاد گرفته بودیم، همه الان چشتونی ببندید، اون بالا این دوتا بغلش دوتا کشور دیگه هم ایران نبود که، و خودمون این ایران رو مثل یک گربه میکشیدیم. اینجایی که پشت این گربه است، اون دریا اینقدرش مال ماست. چجوری یه دفعه ما دوتا شاخکم کشیدیم بالا؟ فکر کنید این آبا مال ماست ولی خشکیش مال اوناست. نمیشه یه جورایی. میدونید، ببخشید من شما رو نمیگم ولی کلا میگم، من سوربی که میخوام هم راجع به بمب اتم صحبت کنم، هم راجع به خاویار صحبت کنم، هم راجع به قاضی منصوری صحبت کنم، هم راجع به روحانی صحبت کنم، بعضی وقتا دیگه گیج میشم. چرا یه دکتر عمومی که دکتره عمومی، یعنی عموم بدنمون رو میدونه، وقتی که به مشکل ما پی میبره بعد میگه حالا شما باید بریم متخصص، ما باید بریم به متخصص رجوع کنیم. شما از طرف من وکیل یه نفر که جغرافی دان هست دعوت کنید تا بیاد ماجرای این دریای مازندران رو بگه. تو دوره خاتمی بود فکر کنم که روسیه یا اون اتحاد جماهیر شوروی تک تکه شد راشا فدریشن، و خب معلوم اون سهم خودش داره، اینا سهم خودشون داره. ولی یکی از شما من بگه شما چه انتظاری داری؟ این کشورهای بغل کیا هستن؟ اینا بیان از ایران از آستانا اجازه بگیرن پاشونو بذارن توی دریا. دو کشور زیر پرچم اتحاد جماهیر شوروی بود. خب اینا رو ما میدونیم جزو شوروی، اصلا اتحاد جماهیر شوروی. من گفتم ما نمیخوام اتحاد با شما باشیم، متحد باشیم، ما شما روسیه هستیم. ما نمیدونم همین دعوا هم سر همونه که هنوزم روسیه و نمیده و هی میگه نه شما حالا گفتی من نیستم، اون کجاست؟ کرشی ها و نکوانی ها و اینا هی میره اگولکشو میکنه. اینم از این ماجرا. صحبت از روسیه شد، ادعا کرد که واکسن کرونا رو به دست آوردن، ولی چون حرفای روسیه هیچ کسی بهش اعتماد نداره، خیلی ها میگن ما حتی اگه مجانی هم واکسنشو بدن ما نمیزنیم. ضمن این که پوتین گفت که یکی از دختراش، معمولا کسی که اینجوری میگه کدوم دخترش، گفت یکی از دختراش واکسن زدن، حالش هم خوبه و گویا 20 کشورم درخواست خرید دادن و الی آخر. و اما صحبت از خاویار شد و اینا، میگن آقای احمدی‌نژاد یه روز تو فرودگاه بوده و دیده که یک پسر کم سن سالی اونجا واسده و مشتری نداره. دیدید که تو فرودگاه این چیزایی که میفروشن اینا معمولا مسافرها اونا شلوغه، میره اونجا نگاه میکنه میبینه این چند تا از این قطیای واکس مشکی و قهوه‌ای و اینها داره و میگه دو تا از این بده، سه تا از اون بده و کارتشو میده و پسرم کارتشو چارج میکنه بهش میده. احمدی‌نژاد نگاه میکنه نوشته 2,000,000 تومان. بعد میگه که احمدی‌نژاد بهش میگه بی خود نیست که کسی ازت چی نمیخره، این 4 تا قطی واکس من دادی 2,000,000 تومان. بهش میگه احمد این واکس نیست، اینا خاویاره. اینم ماجرای بله. میگه به ما چه که سهم ما بره تو جیب این کشورا، روسیه فقط ودکا تزریق میکنه، دخترش هم نیست. آره، این ماجرای زن و دختر و دوست دختر پوتین هم یک سوالی هست که
چیز است. دوستان یک کسی نقشه ایران رو با اجازه من ایران مپ رو اینجا بهتون بکشم بهتون نشون بدم، اون چیزی که آقای آریانپور به من گفت. ببینید شما نمیتونید به ترکمنستان بگید که شما تو آب نره و اونجا دریا مال ما، یا نفت داره یا مال ایرانه ترکمنستان، شما باید به ما پول بدی اگه میخوایی بری. بذارید من اینجا رو بهتون نشون بدم، این کمرهای دو، این نقشه ایرانه، درسته؟ اونجوری که آقای آریانپور میگفت، ببینید اینجا میبینید این بالاترین قسمت خشکی زیر آذربایجان، اینجا از این شما یه خط میکشی به اینجا، این قسمت کم مال ما هست، این قسمت کم، این بادیش که الان اگه قبلا هم روسیه بوده الان شده آذربایجان، اینجا ترکمنستان، خب اینا سهم اینا هست دیگه، خشکیشون این وقت این وقت چیزی که از این نقشه ما کم نشده. یا مثلا شما تو نقشه های ایران خب این دریای عمان هم میکشه اینجا، یا دریای عمان هم میکشه این زیر، پس ما فردا بگیم این دریا مال ماست؟ نمیدونم. خب این پاکستان هم اینجاست، هند هم کنارشه، عمان هم کنارشه، ولی این جزیره بحرین رو آقای شاه داد رفت. و اگر شما میگین قبلا داده بوده رفته، این نماینده های مجلس خر بودن تو مجلس میگن اینجوری داده بوده بکنن. مستر سوربی این اینترنشنال لا اکلوز وادر The country surrounding the body of water, they have 14 kilometers of water except in ocean. The limit is 200 kilometers. خب ببینید الان تخصصی شد صحبت. آقای امیر نعمت الله میگه که بله closed water منظورتون چیه؟ اولا این دریای مازندران خب closed که نیست، یک راهی در اون بالکان چیه میبره میخوره به دریای سیاه که من خودم خبر نداشتم، بعدا همین باز آقای آریانپور گفت، گفت نه این بالا اصلا رفت آمد کشتی هست و اینها، و به این سادگی نیست، ما نگاهمون ساده است که میام اینجوری چیز میکنیم، هممون هم تحلیلگر شدیم، هیچ کدومون تحقیق نمیکنیم که بریم دنبال یه چیزی. یه نفر الان این توی همین ویدیویی که من بهتون نشون دادم کمتر از یه دقیقه شد، طرف میگه که ایرانیا عراقی نیستن، پاکستانی نیستن، افغانی نیستن، حالا نمیخوام به اونا توهین بشه، ولی میگه ایرانیا پرژن هستن و اینا جنگجو هستن. حالا بله، هی ما ایرانیا میگیم ما همیشه ملت سرپرستی بودیم، نه آقا شما 200 سال بری عقب همش ایران داشته میجنگیده این ور اون ور، همش داشته کشور گشایی میکرده. میگی نه برو از هندیا سوال کن، هندیا چرا خوشحالن که این خانم کاملا به اصطلاح نامزد چیز شده نخست وزیری یا معاون، بگید معاون بایدن شده. ترامپ خطر رو حس کرده چون چندین سازمان جمهوری خواه آمدن و شدیدن بر علیه ترامپ دارن اقدام میکنن، اقدام سفت و سخت، و میگن که این ما رو فریب داد، چون اونایی که مذهبی هستن، چون اونایی که فکر میکردن وطن پرست هستن، این وطن پرستی رو با نژاد پرستی، اونم چه نژادی، مثلا این آقا که نمیتونه بگه من نژاد آمریکایی هستم، کسی که پدر بزرگش از جرمنی اومده اینجا، کسی که پدرش جزو کوکلوس کلان هست، میبینید یه سری آدم های ناآگاه زود، شما خیلی آسون میتونید آدم های ناآگاه رو قانع کنید. خود من اگه بیام یه جایی یه نفر چهار تا جمله بگه بیشتر بلد باشه، میگم این درست میگه، میام تو اتاق اینوری این یکی یه چیز میگه، میگم این درست میگه، چون آگاه نیستم، تحقیق نکردم، ندارم. دوستان، دوستانی که راجع به فرخزاد خیلی یقه پاره میکنن، برید داستان این فروغ فرخزاد رو
از زبان ابراهیم گلستان. ابراهیم گلستان شیرازیه ولی خب بچه که بوده باباش بردشون تهران، اینها هم کارگردانه هم فیلمسازه هم داستان نویسه. البته الان فکر کنم 97 سالشه، یکم هم مثل من کنترل زبانش نداره، یعنی هر چی میاد تو مغزش از راه زبان منتقل میکنه و برای خودش در سر روز بره. برید ببینید که این خانواده فرخزاد چه خانواده‌ای بوده، این چه پدری بوده که دخترش رو از خونه میکنه بیرون، فروغ فرخزاد رو از خونه میکنه بیرون. بعد این پدر کسی بوده که وقتی که رضا شاه به قدرت میرسه و شروع میکنه املاک مردم رو به زور میگیره، پدر فروغ فرخزاد یکی از اونایی بوده که مردم رو با شلاق میزده. و حتما این ابراهیم گلستان چند تا مصاحبه داره، حتما اینو ببینید. هنوز زنده است ابراهیم گلستان، من نمیشناختمش، اسمش رو شنیده بودم، حتی نوش یا پسرش تو فیلمای فارسی هست ولی مصاحبه هاش رو ندیده بودم. حتما حتما ببینید ابراهیم گلستان، فیلمساز، داستان نویس و فیلمبردار و کارگردان نام هست. میگن که خانم جیلانی زمان شوروی حساب کردن که شیب سفره‌های نفتی به طرف ایران است، اگر ایران استخراج کند نفت زیر سرزمین شوروی را می‌کشد. قرار شد وقتی آنها نتوانستند اخراج کنند دولت ایران است. Caspian Sea is actually a lake but it's so big it got بله من شنیده بودم که میگفتن به همین خاطر هم نمیگنش دریای مازندران، میگن دریاچه مازندران. این تقریبا مثل یه لیکه ولی اینقدر بزرگه که میذارنش تو اون کاتگوری. بله خب ماندنا مانی سلام عزیزم، من اومدم. خوبی شما؟ من خوبم کاکو، شما خوبی؟ خب closed water is a lake، نه یه راهی داره همین، حالا من عمدن از شما پرسیدم. closed نیست، همون بالکان اگه نگاه کنید، چون یه دفعه من به شوخی گفتم که آخون اینقدر موزی و حرمزاده است، سالها صحبت از این بود که دریای مازندران یا دریاچه مازندران رو یک کانال بزنن وصل کنن به خلیج فارس و آخون این کار انجام داد. یکی گفت چجوری؟ گفتم آقا به شوروی گفته تو نفت تو شمال بده ما جنوب نفت بهت میدیم. ببین چه فکری اینا داشتن، نفت شمال میگیره به شمال پخش میکنه، دیگه نمیخوان نفت از آبادان تلق تلق تو جاده نمیدونم تارو خرمشهر بکشه بیاره راننده کشته بشه، این بیچاره ارمنیا و اون مکای قرازه چقدر کشته میشدن، بیار بکشه یاره بده شمال. اون نفت شمال میگیره بهش میده، میگه من نفت تو اینجا هزار بشکه دادی اونجا هزار بشکه تر، یعنی کانال مجازی درست کرده. اگه زمان سوئد و پاناما اینا کانال کندن، آخوند بدونی که کانال بکنه این کار انجام داد. بعد که اینو گفتم یه دوستی برای من نوشت، از آقای آریانپور هم پرسیدم، آقای آریانپور گفت بله نقشه رو بزرگ کنید برید بالا، اون بالای دریاچه مازندران وصل میشه به اقیانوس. بله آقای صوبی به فروغ فرخزاد گیر نده. کاکو من به هیچ که گیر نمیدم، من همین جوری رد میشم و یک توبوشی هم نمیزنم. من چی هم که توبوشی میزنم؟ حالا من سالها معلم بودم و دبیر بودم. شما نمیتونی یه دانش آموز که اونجا تو ایران هنرجو بهش میگی پیدا کنی که من یا با خطکش زده باشم پشت دستش یا توبوشی زده باشم. نمیخوام پوز بدم بگم اگه یک کسی گرست نبوده نهار زورم باش میدادم باهاش تقسیم میکردم، ولی من بدم میمد از آقای جعفری که معلم ما بود با اون قد کوتاهش بچه ها رو میزد. من از آقای حکیم الهی خوشم میمد که به ما یاد میداد پولتون رو همه گونه نخری، پولتون رو میگفت شب به مادرتون بگید ماما بابا من میتونم روزونه فردا رو الان بگیرم، برید کشمش بخرید بیارید بشورید حتی بریزیمش توی آب بزرگ میشه، فردا بریزیمش توی کیسه پلاستیک با خودتون بیارید از صبح تا عصر بخورید، ولی نه یعنی اینجا در مدرسه این آشغالا رو بخرید. آقای حکیم الهی سمبل من بود،
موضوع گیر دادن نیست، موضوع حقیقت شما میل به خودکشی فروغ فرخزاد رو میدونید از کجا اومده؟ خب از طریق پدرش میاد، از طریق ظلمی که باباش میکنه به مردم، بعد این ظلم میاد. همین آقای فریدون فرخزاد، من سالها گفتم فریدون فرخزاد به خاطر پول در زمان شاه خفه خون گرفته بود. پس میشه بگی شاه دانشمندا و استاد دانشگاه و اقتصاد ما رو با پول خفه میکرد، آخوند با ظلم اینا رو فرهیخته و روشن فکر میکرد. خب اینجوری اول طرفدار ظلم میشه، در صورتی که اگر آقای فریدون فرخزاد، آقای غریب افشار، آقای ایکس، آقای ایگرگ، این از آمریکا اومد، اون از آلمان اومد، میمدن اشکالات میگفتن، نه فوری برن دنبال دختربازی و دنبال ناس زدن و بره زن بگیره وقتی که گی هست، که بعدم وقتی الان کشته میشه طرف بقاله میگه آقا این اومده بود مهمون داشت، مهمون آشنا اومده، هندونه خریده، پنیر خریده، رفتن اونجا نشستن، بعد طرف نوشته 37 ضربه چاقو زدن در دهانش. خب باید مواظب خودش آدم باشه. من میگم جمشید شارمن رو ندازیدن بردن، باید مواظب خودت باشه، یا نکن با فیل بانان دوستی، یا بساز خانه ای در شهر فیل، یا هندونه خربزه نخور، اگه خوردی پای لرز شم وایس. بله آقای حکیم الهی فامیل من بود، خیلی آقا بود. بله من اون حکیم الهی میگم که شکارچی بود، یه فلکس واگن چرنگی بود، رنگ طلایی بود دیگه، آفتاب رنگش برده بود، پر میمد تو حیات دبیرستان احمدی پارک میگرد، خونش هم تو خیابون ماده بود. بعد برای ما راجع به شکارم صحبت میکرد، شکار دمپون جوری اینا، به من هم میگفت فامیل شما این سروبی ها به من ساچمه میفروشن، میرفت ساچمه از بازار میخرید. خیلی ممنون. خب انگولک میکنه، خیلی دیکتاتور بود و فریدون همیشه میگفت که پدرش کتکش میزده. خب ببینید مثلا همین آقای فریدون فرخزاد در وامه میکنم نه در وامه میکنم، هرگز اومد توی برنامه میخک مهروی به مردم بگه نزنید بچه هاتون، ولی میکروفون گرفت دستش رفت تو خیابون، ماشینشو هر جا قلش خواست پارک کرد. بعد من گفت آقا چرا من جریمه میکنه؟ خب آقا ماشین تو زدی جایی توقف ممنوع، خانه از پای بس ویران است، یه جاشو میگیریم اون جای دیگرش سوراخ. این آیت الله دستگیر میگه آمیری شما نگاه کن نوع تا سوراخ داری، از هیچ جاش چکه نمیکنه. ولی این مشک کسی که میخواد آب بیاره در خونه اون موقع با مشک میبرده، میگه پنج تا سوراخ داره، چهار تا جای دست باشه، یک شب جای چیه، از هی میبندتش هی آب میده، همون دستگاه اینه که بوره. بله میگه سور بیاده دار قریب افشار برامون گل سنگم، گل سنگم از ترکیه وارد کرد. بله قریب افشار مردک نه قیافه داشت نه صدا داشت، اینجا پارتی بازی کرده بود، یه نفر آشنا نامه نوشته بود داده بود دستش، اومده بود اونجا، بعد همون آشنا رو آورد تو برنامه اینجا، بعد طرف گفت شما که یادت میاد من به دانه دادم رفت اونجا، یه دفعه دستخوش جمع کرد پرویز قریب افشار، گفت نه البته بله 100 نفر برنامه میذاشتن و بین این 100 نفر شما انتخاب شدی، اروا امت همش زد و پیچی بود، زد و بدن میگفتم، هرچه پول داشت کمک به بچه ها میکرد. آن سلگانه دریای کاسپیان در شمال ایران آن مقدار سهمی که برای ایران اشاره نمودید آن را میگوین آبهای سرزمین، یعنی کلوزواله، اگر این ملت باشد که دو سوی سرزمین سهم هر کشور باشد، فاس هم ایران از همین بیشتر است. ما دقیقا همین داریم میگیم، یه سلیش یعنی ایران اتفاقا چون اون پایین قرار گرفته سهم بیشتری میگیره، و به غیر از اینکه اینجوری خط میکشن، خب یه خط هم اینجوری میکشن، اونا هم هر کدوم از وسط میان، اون وسط هم مشاه هست، مال همه هست، ما هم همین میگیم. بله آقای سروبی، آقای آلوسفور یادته، آلوسفور رو من نمیده بودم، من آقای گلشنه رو دیدم، یا آقای دیگه بود معلم فیزیکمون بود، خیلی قد بلند داشت، عینک دودی میزد، میگفتن این اگه آدم نگاه کنه هیپنوتیزم میشه. آقا
هایی نمیدونم چی بود، کلاسون فوق‌العاده میذاشت. الحمدلله من به کلاس ده و یازده و اینا نرسیدم تو مدرسه احمدی که برم کلاس این آقا. آقای رعنایی بود که مدرسه ملی همایون رو داشت. مثلا میدونید میگن همه چون غلطه، میگه مدرسه ملی. آقا این مدرسه ملی نیست، این مدرسه خصوصیه. اون وقت مدرسه ملی اون مدرسه دولتی، دولت از تو گروه باباش مدرسه آورده. آقا پابلیک، مردمی، پرایوت، خصوصی. من نمیدونم اینا کی ترجمه کرده، وقتی ترجمه کردن مس بودن. خب آلوسفور شنیده بودن، ولی ما آقا گلشنی داشتیم که همیشه زنجیر تو جونش بود، یه پیر مرد بدبخت، فکر کنم هم الکلی بود هم معتاد، اینجوری لنگ لنگ هم راه میرفت. حالا وقتی من مثلا تو اینو من کلاس دهم تو هنرستان دیدم و خب بچه هاش میترسیدن چون از لاتبازی خودش تعریف کرده بود. اینایی که میترسیدن بدتر میبنن یه تعریف هایی میکردن که من اینو زدم اونو زدم، که بلکه بچه ها کار به کارشون نشوشه. ولی آدم های خوبی هم داشت، آقای افلاطونی معلم انگلیسی که به همه پیشنهاد میکرد اگه انگلیسی یاد گرفتید برید زبانهای دیگر هم یاد بگیرید. میگم شما وقتی یه زبان یاد میگیرید زبانهای دیگر هم آسون میشه. من خیلی هم اهل دباهان و همیشه اصلم تو خیابون مس بود اینجور. بله آقای زکاروان بله. خیلی هم میشناسم، هدایه رو میشناسم. آره دیگه اون شمس و اینا که یه سریشون هم بعدا شدن همکار، یعنی من شدم همکار اونا، اونا معلم و ناظم و اینا بودن، بعدا که من رفتم اونجا شدم همکار اونها. در هر صحبت آقای زکاروان بود، آقای کی بود؟ من استعبارت بود، میگو هنوزه، به هنوز میگو هنوزه، هنوزه شما آدم نشدین؟ گفتی نه آقا آدم باشو نیست. خب واکنش های متضاد، نجات دختر عموهای جوان پس از 15 ساعت آویزان شدن از بوی شکار خرچنگ. وحبا بله معلم فیزیک آقای ذکاوت بود. نه اینه که من میگم یه آقای خیلی قد بلندی بود، حالا میگم اون مثلا میگم وقتی با اون قد بلند بود الان اگرونیش میگه آقای چقدر کوتاه، ما کوچولو بودیم. خدایا خیلی همه بچه ها از حساب میبردن. بعد وقتی میخواست درس بده دو سه تا کلاس رو میبردن تو سالن امتحان اینجوری درس میدن مثل دانشگاه به همه معلم فیزیک. کارت پستال از بلغارستان هیچی بذارید راجع به این دوتا دختری که آویزون بودن به این بویاهای قفصای من خرچنگ بگیم. دختر عموهای جوان پس از 15 ساعت آویزون شدن از این بویه، از بویه شکار خرچنگ، از مرگ نجات یافتن. بذارید من بهتون این رو هم اینجوری نشون بدم. اینجاست تقریبا کامرای دو مال شما. دوستان اگه وقت کردید اون مردم تیوی رو بیان و اون سابسکرایب هم حتما حمایت کنید و لطف کنید. بله میگه چرا تلفن نمیذاری بهت زنگ بزنن؟ من خانم تلفن اینجا گذاشتم زنگ بزنن. در اصل اینو نوشته اون تلفن، هم دلیلش براتون میگم چرا اونجوری مثل قدیما جواب نمیدی. دو دختر عمو موفق شدن آویزان شدن به بویه مخصوص شکار خرچنگ پس از 15 ساعت از غرق شدن در ساحل غربی ایران ایرلند نجات پیدا کنند. خب خدا رو شکر که دیگر واقعا توی این خبرهای بعد خبر غرق شدن دو تا دختر جوان هم مزید بر علت و مضاف بر ذلت میشه. ببینید خانم این شما تلفن ماست 202-695-2573. شما زنگ بزن یه چیزی بگو دفعه دیگه بیاد. بله آقا رزرواش هم میشنسه دفعه دیگه تو برنامه پخش میکنیم. اتفاقا فکر کنم اینجا نوشته بودم یه پیامی اگه بتونم پیداش کنم، اون پیام آقای خسرو بهرامی بود. الان هم یه دوتا پیام از آلمان هست، بذارید ببینیم. آها دلیلی که پیام ها رو اینا رو تو برنامه پخش میکنیم اینی که ما ها نه که نمیدونم برای شما حتما اتفاق نیفتاده، ولی تو داستان ها تو فیلم ها دیدید تو ارتش یاد ما داده بودن اگه کسی یه جایی مون بدون آب یا شما رفتیم نجاتش بدین، ما همون زرتی
برنامه رو من این دهنش بخورم اینا هم میگن اصلا بهش صدمه میزنه، باید خیلی کم بهش بودن دهنش رو خیز کنه فلان، ما راه داره. ما هم چون تشنگان آزادی بودیم که از رژیم شاهی، از رژیم آخوندی در رفتیم اومدیم، حالا یا مهاجرت کردیم یا بس بعضی ها تبعید شدیم. فکرش بکنیم مثلا دادگاه تشکیل دادن، دادگاه انقلاب، آقای شهرام امامی رفته گفته تو اینجا مخل آسایش هستی، ما شما را تبعید میکنیم به لس آنجلس که هر روز زو چلو کباب شمشیری بخوری، ما شما را تبعید میکنیم به لس آنجلس که تو حالا 4 تا زن گرفته باشی، خانم دکتر عزیزی الان شده باشه زنت به خاطر که تلویزیون داری، خانم نمیدونم بدری همدیار با اون همون پولی که گرفت به خاطر شوهرش که کشته شده بود پول بیمه اون بیاد زنت بشه، این تبعید شده. ما بلند شدیم اومدیم اینجا. حالا این آزادی نداشتن اونها وقتی تلویزیون زدیم هی تونستیم با مردم صحبت کنیم، گفتیم اصلا آقا این هی تعارف، آقا این برنامه من نیست، برنامه شماست، خیلی ممنون که ما رو به خونه های خودتون راه دادید. اوکی، طرف هم فکر میکرد که واقعا باید اون زنگ بزنه حرف بزنه، زنگ میزد 5 دقیقه حرف میزد، بهش میگفتیم آقا خلاصه کنید، میگه آقا حالا من تازه میخوام بگم، میگفتیم بابا ما که نیومدیم اینجا آب بپاشیم جارو کنیم، شما بیای میدونداری کنیم، ما میخوام حرف بزنیم، بعد بعدم زنگ میزد فوش میداد تو گوشی رو برمیداشتی. این آزادی یه حدی داره، آزادی یعنی این که خود طرف بدونه بفهمه احترام قائل بشه برای اون که این میکروفون رو گذاشته اینجا، این تلفن رو گذاشته اینجا، زنگ بزنه 2 دقیقه 3 دقیقه در رابطه با این مسائلی که امروز گفته شده، یا یک خبری منی که الان اینجا نشستم یه دفعه گفتن فلانجا بمب منفجر شده، اون زنگ بزنه آسومی همین الان گفتن تو بوشه بمب شادی منفجر شده انشاءالله، اینجوری بگه. نه ای که آقای تیرانداز هر روز میومد میخواست بگه سنی ها خوبن شیعه ها بدن، آقای حمید نجاری هر وقت میومد میخواست بگه نمیدونم آخوندا خوبن اونا فلانه، گفتیم بابا اینی که هزار بار گفتی یه چیز دیگه بگو، این بود که ما تلفن رو برداشتیم، حالا تلفن رو گذاشتیم برای آدمایی که مثل شما ممکنه دلش بخواد تلفن بزنه، پیامی بزنه، در رابطه با چیزی صحبت کنه. بذارید اینم این 949 بعضی وقتا آقای نیساری زنگ میزنه، بعضی وقتا آقای اکبری زنگ میزنه، ببینیم که 32 دقیقه. جناب سوری مبصری هستم، اگه لطف کنید برادر چشم آقای مبصری. بله چرا تلفن نمیذاری؟ اینجا نوشته چلنجت کنم مردم. خانم ما چیزی نداریم که کس بخواد چلنج میکنه، من میگم من نظرم اینه، این چلنج یا به چالش کشیدن برای اونهایی که میخوان مناظره کنن، مثلا آقای آبتین، آقای نیساری، رضا پهلوی رو چالنجش میکنن، به چالش میکشن، میخوان بیارن مناظره کنن، من چیزی ندارم که بخوام با کسی مناظره کنم. من میگم امروز جمعه است، شما میگی نیست، میگم کیه، شما میگی شنبه است، از این فرسان کجا هستی، شما میگی من تو ایرانم، من تو ژاپنم، میگم آها درست میگی، تموم شد، نه مناظره، نه چالنجی، نه چالشی. راستا ممنونم، حالا شما این تلفن آزاد تماس بگیرید بفرمایید. افکت 3 اینه 202-695-2573. خیلی ممنون، چشم آقای مبصری تماس میگیرم، نمیدونم چرا اینه با 49 اشتباه گرفتم. خب اینم از این ماجرا، باز اون یکی هم همین شماره است، نه سته اولشو میبینم اوکی مرسی اوکی تو این یکی شماره تون هست، خیلی ممنون. ببینید دوستان، یه 30 ثانیه، یه 14 ثانیه، 45 ثانیه، یعنی کمتر از یه دقیقه، ایشون گفته کی هست، چی کار داره، شمارش هم گذاشته. حالا طرف یه ساعت حرف میزنه، بعد میگه آی سورو میخواستم با خودت صحبت کنم. یعنی بابام مرده، بابام هم اینجا نیست جواب تلفن بده. خب خودم هم دیگه، شما زنگ میزنی به خودم صحبت میکنی و بگو چی کار داری،
و از این تلفونا ما ندیدیم یکیش بگه آقا زنگ بزن من میخوام مشخصات رو بگیرم، اسم فامیل که بزنم توی وصیت نامه‌ام وقتی فوت شدم، بعد اصلا بیاد به طرف مثلا تلویزیون مردم. آرسوبی در مورد دریای کاسپیان، خب بذارید ببینیم که پارسه خورسن در شمال ایران آن نداسرمی که برای ایران اشاره نمودید آن را میگوین آقای سرزمینی، یعنی همان که نوزباده. اگر این ملاد باشد که دو سلیمو که هر کشور سهم هر کشور باشد، اتفاقا سهم ایران از همه بیشتر است. ببینید پس درست میگن با هم دیگه، برای اینکه مرز ایران بود است و مرز این پروم درست میگی درست میگی درست میگی، شاید سهمش میشد و باید بقیه آب مشا باشه و در نتیجه برای همه آب به همین 25% داره. خدا پدرتون رو بیامرزه آقای خورسند، شما بیا اینجا یا توی یه ویدیویی صحبت کن، این پیامت و ویدیو تو ما اول برنامه هفته آینده پخش میکنیم. یه دوستی گفت که من باید چند بدم هفتگی تا شما یه برنامه دیگه هم بذاری، مثلا بذاری سه شنبه و جمعه. گفتیم بابا ما اومدیم به مردم گفتیم 50 دلار 100 دلار بدین تا ما نریم دنبال اون کار، ببینیم اولا 50 دلار 100 دلار داریم و خودمون رو موظف بدونیم که اینجا باشیم. آقا دیگه نمیشه که به طرف بگیم ما که نمیدیم، تا دلت خواست بشین دلت نخواست نشین، میشه همین جمعه تا جمعه میاد. بله فیسبوک خانم معصومه شیر در ویدیو، این معصومه مادر رضا زرابیه. من واقعا دلم میخواد که اینا یه مقدار بیشتر به فکر خودشون باشن، چون محیط مدیا محیط خشنیه و آقای رضا زرابی دو تا از داداشاش خودکشی کردن. تو خانواده هایی که یه نفر خودکشی میکنه افراد دیگه باید برن با روان پزشک، یا نمیدونم این تفاوت روان پزشک اون یکی دیگه چیه، اینا رو ما نمیدونیم کدومش متخصصه کدومش نمیدونم معمولیه، و برن صحبت کنن، چون میگن اینا آدم های ضرب پذیری شدن و ممکنه به خودشون ضربه بزنن. امیدوارم که آقای رضا زرابی با مقاومت و استقامت و مادرشون هم همینجور با مقاومت و استقامت ایستادگی کنن و به اصطلاح از این لحاظ نگرانی نداشته باشیم. من امروز میخواستم یه ساعت برنامه بذارم، چون نه با آقای نیساری قرار داشتم نه با آقای لادن قرار داشتم، گفتم خب اون دوتا دوست و اون دوتا نیم ساعت معمولا، من یه ساعت، ولی فعلا 33 دقیقه با یه ساعت 93 دقیقه اینجا هستیم، یه چند دقیقه دیگه هم خواهیم بود. امروز قسمت 283 از برنامه های آقای حسن ارشاد از ایران رو براتون پخش میکنم، که حالا این خبرم اینجا نشته، ایتالیا انجام تست کرونا برای مسافران از 4 کشور را اجباری کرد. یکی از برنامه های انتخاباتی جو بایدن و معاونش خانم کامالا هریس این هست که درباره این کرونا بیشتر به مردم صحبت کنن و بیشتر بگن که ترامپ چه خرابکاری هایی کرد، درست کاری که ایران آخوندها انجام دادن، به موقع به مردم نگفتن، به موقع پیشگیری نکردن، حالا میگن بیا سینه بزنید. خود روحانی احمق توی مجلس نمیره که همه فاصله دارن و ماسک پوشیدن دیروز نرفته، ولی به مردم میگه برید سینه بزنید. خود ترامپ جاهایی که چیزا نمیره هر روز صبح آزمایش میکنن، بعد به مردم میگه بیاین رای بدین، بیاین تو تظاهراتی که تظاهرات انتخاباتی من چنین و چنان، یعنی شما واقعا میگم من وقتی نگاه میکنم اینا ای داد بیداد، اینجا هم درست شد مثل ایران و به این فکر میفتم حالا به کجا برم. آقای همایون ما رو از ایران تبعید نکردن، ولی میشه اینجا خواهش کنیم ما رو تبعید کنن به یه جای خوش آب و هوا؟ یکی از دوستان ما بهتون گفتم از اینجا رفت ترکیه و خیلی هم تبلیغ ترکیه میکرد، این چنین اون چنین، گفتم نه بابا اینا خطرناک، این اردوغان دیوانه است، این همه آتاتورک و دولت مردای دیگه زحمت کشیدن، ما 7 روز 8 روز ترکیه بودیم دیوانه شدیم از بس صدای اذان از این بنار از اون بنار. بعدم که حالا خبر این که موزه رو باز برگردون کرد مسجد تو اولین نماز جمعه خودش رفت و اینها، خدا به درد مردم برسه.
طرح مسجد روی لباس تیم کل یان کولم یک هوادار و عضویتش پایان داد. باشگاه استقبال کرد. باشگاه فوتبال کل آلمان به طور عملی از تصمیم یک هوادار مبنی بر پایان دادن به عضویتش در بین هواداران کل به خاطر لباسها استقبال کرد. جنجال پزشکی در فرانسه بر سر طرح گلبول سیاه. ما گلبول قرمز و سفید شنیده بودیم، گلبول سیاه نشنیده بودیم. حالا این رو هم نگاه کنیم ببینیم این چی میگه. جنجال پزشکی در فرانسه بر سر طرح گلبول سیاه. اقدام یک گروه حامی تفکیک نژادی به سوژه بحث‌انگیز در مجامع پزشکی و رسانه‌های فرانسه تبدیل شد. ماجرا از آنجا آغاز شد که یک حساب توییتری به نام گلبول سیاه که اکنون حذف شده فهرستی از نام، آدرس و شماره مطب پزشک زنان سیاه‌پوست در استان اند فرانس منتشر کرد. این فهرست در واقع از بیماران سیاه‌پوست می‌خواست که پزشک خود را سیاه‌پوست و در واقع بر حسب تفکیک نژادی انتخاب کنند. در پی انتشار گسترده این فهرست، اتحادیه بین‌المللی مبارزه علیه نژادپرستی و یهود سیستیزی آن را دیوانگی هویتی خواند و گفت انتخاب پزشک بر اساس رنگ پوست در تعارض با حرفه پزشکی. حالا این دوستان یهودی و اینها اینو میگن، ولی خود یهودی ها از لحاظ نژادپرستی میگن ما قوم برتر هستیم، ما قوم منتخب هستیم، ما قومی هستیم که خدا ما قول داده. عجب خدای این خدا که چه شری به پا کرده از روز اول. هر چی نارو میخونی بر عدم وجودش آدم بیشتر به اصطلاح مطمئن میشه که آقا این چه خداییه که همه این پیغمبرها را از توی این منطقه خاورمیانه، همونطور روز آقای سعیدی میگفت خب توی اون محیط و توی آسمان، اما آسمان اینجام خیلی شهراش هست، ستاره زیاد داره. منظور ایشون رو من نفهمیدم. زمان قرار شده آقای سعیدی هر هفته اول، جمعه هفته اول هر ماه با ما باشن. خلاصه این ماجرای نجات پرستی، اینها اندیشه نجات پرستی گلبول سیاه، خانم دکتر جیلانی میگه. و واقعا آدم فکر میکرد که الان سال 2000 که تموم میشه، این قرن 21 که میاد چه ها شود، و دیدیم چه ها شد. از ما ایرانی ها گرفته که میخوام 3000 سال برگردیم بریم میخکی صحبت کنیم، از نمیدونم آلمان گرفته که طرفداران هیتلر میخوان آزادانه بیان بیرون، از آمریکا گرفته که طرفداران بردهداری میخوان بیان بیرون. همین ترامپ نادان میخواست این پرچم کانفدرات یا اون چیزای جنوب رو بذاره توی وایت هاوس که دیگه بالاخره 4 نفر بهش گفتن آقا احمقی. و هفته پیش هم وقتی داشت صحبت میکرد بیرون یه تیراندازی شد، اومدن جمعش کردن بردن، ولی هیچ خبری ازش نیومد. خبر الان توی آمریکا شده مثل ایران، خبرها پخش نمیشه، مثل اون وقتا نیست که تخ 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 ریگان رو تیر زدن، خبرش دوربین حاضر، بعدش هم میشینن یه ساعت. اصلا بسته اینجا رو بسته، یه محیط خفقان درست کرده و هر کی هم حرف میزنه میاد بهش میپره، بهش توهین میکنه و یه جوری سعی میکنه اون رو از این محیط آزاد بیرون و به یه گوشهی به اصطلاح حبسش کنن. و اما ما و هواپیما بر در دریای عمان، یا عمان رو بهتون نشون بدم، عمان خودشون هم میگن عمان، OMAN. و اما نجات پرستی بدتر از قبل بدتر خواهد شد، چون اقتصاد جهانی رو به مثبت نیست. این خیلی بحث جالبیه که چرا وقتی که اقتصاد بده، حالا به جایی که مردم به فکر پول و زندگی باشن به فکر نجات پرستی میفتن، چون فکر میکنه که سوربی که برانه قهوهی اومده شغل منی گرفته. یا آلمانی، من یادم دیگه آلمانی بار دومی که برگشتم رفتم آلمان، بعد از اون یکی شدن دو آلمان بود و ریختن دیوار
برلین هر جا نگاه میکردی آوسلندر هاوس، آوسلندر هاوس، خارجی برو خارج، که بخوای درستش بگی خارجی برو گمشو هست. و چرا اینجوری میشه؟ در صورت که شما باید بگی پیش خود، حالا که اینا اومدن اینجا مزه آزادی رو چشیدن، باید بیشتر آزاد منش باشن تا اون اولی نیست. متاسفانه با خودش اون کلوزمان یا مغز بسته رو میاره. اینم از این ماجرا. دوستان عزیز، ساعت 3:41 است و من 3-4 دقیقه با شما خواهم بود. امروز آقای حیدرزاده مهمان برنامه کامل آوا بودن. ویدیو ایشون حتما الان دیگه روی یوتیوب هم هست، ولی این برنامه ها من بارها به این دوستان میگم آقا به نفع شماست که تو تلویزیون مردم برنامه داشته باشید، چون اونایی که برنامه اینقدر زیاد داشتن که تلویزیون میکردن 1 و 2 و 3 و 4 شما رو توی یک گوشه مینداختن، ولی ما میگیم اینقدر کم برنامه داریم که شما بهت قول میدیم روزی 2 تا 3 بار پخش میشه روی فیسبوک برای مادامی که اونا نگهش میدارن، ما هم دست بهش نمیزنیم. روی یوتیوب براتون ویدیو رو میذاریم، براتون لینکش رو میفرستیم، اصل ویدیو رو به خودتون میدیم که صاحب ویدیو شما باشید. یه چیزی که ما بدن نبودیم، سالها برای تلویزیون‌های دیگه رفتیم مجانی کار کردیم، روز که گفتیم آقا این ویدیو رو میخوام، گفت $300 بده، گفتیم برای چی؟ گفت ویدیو مال منه. راست هم میگفت، ما بلد نبودیم. ولی من از روز اولی که اومدم اینجا گفتم هر کسی اومد اینجا برنامه گذاشت، بعد از برنامه بلافاصله ویدیو رو اون موقع که DVD رو براشون میفرستادم، الان که دیجیتال راحت‌تر شده براشون میفرستم. پس به صلاح شماست که در تلویزیون مردم برای سازمانتون، برای خودتون، نظرات شخصی، آقا خانم کجا بری که 300 خورده هزار نفر آمدن رفتن، همینجوری هم دیده باشن. فقط شما دیدید خیلی از تابلوها تو آمریکا اینجوریه، نوشته که اگه شما اینجا بودی، اینجا زندگی می‌کردی، الان خونه بودی. یا نوشته که شما اینو دیدی، حالا اگه آگاهی شما هم اینجا بود می‌دیدید. اینا عدد دیگه، عددا رو ما دستکاری نمی‌تونیم بکنیم. اگه خانم کیه اون مسیح علی نژاد میاد یک شب آزادی های یواشکی فلان 250,000 نفر بعدم به کجا رسید، بعدم معلوم شد اینا پول داده. ما که پولی نداریم که بخوایم به فیسبوک و به این و اون بدیم و لایک بخریم یا اون یکی دیگه چیه، یا فن بخریم. ما همینی که هست، ولی خود فیسبوک برای ما نوشته اینجا 309,000 تا، اونجا 285,000 تا، اینجا 12,000 خورده. ساعتاش نوشته، دقیقاش نوشته و الی آخر. آقای زمانیان حالا باید بیان، آمدی جانم به قربانت، ولی حالا چرا؟ اتفاقا آقای زمانیان لطف میکنه عکسای برنامه کارون آوا رو درست میکنه، من الان چند هفته است از عکسای ایشون استفاده میکنم، چون بزرگتر و بهتر دیده میشه در برنامه، حتی شروع برنامه رو با اونها میذاره. خب میگه که قوم مرا رها کن، شعار موج تازه اعتراضات علیه نتانیاهو. ببینید هفته قبل این شعارها توی اسرائیل بود که خود مردم عادی و کلیمی، نه صهیونیستا، به نتانیاهو میگن قوم مرا رها کن، تو داری ما رو تو دنیا بد میکنی، کتاب ما میگه ما باید بدون مملکت باشیم. حالا هر کی همون کتاب نوشته، خیلی همه دنیا میشون من اینا همه جا بودن دیگه، انشتر آلمان بود، بعد اومد اینجا، خب میدونید بس اینا. بعد یه دفعه شما خبر از یه هواپیما که میاد توی بحرین، دو سه روز اونجا میمونه، یه دفعه خبر از صلح یا توافق امارات با این، اینا همش به هم ربط داره، ولی باید یک کسی باشه تحقیق کنه، بعدم بیاد اینا رو تحلیل کنه. من نمیخوام تحلیلگری باشم که همینجوری از رو هوا برای شما حرف بزنم برای که دقایق بگذره و پر بشه. وزیر اطلاع رسانی لبنان ضمن عذرخواهی از معترضان لبنانی استعفا کرد. این خبر من 3-4 روز قبل، دولت لبنان کلا وقتی که 7 تاشون استعفا کنن کلا از بین میره رفت، و اصلا نگران نباشید لبنانیان عزیز، الاخی
آقای رجوی کانون‌های شورشی در لبنان گفته برای شما شورش کنند، هر چی نمک دارین بریزید شورش کنید. ایشون ماشاءالله بغداد رو آزاد کرد، ایران رو آزاد کرد، فرانسه رو آباد کرد، حالا هم از آلمانی میخوان لبنان رو آزاد کنند. دوستان عزیز، برنامه من به همین سادگیه که شما دیدید. اگر دوست دارید لطفا دوستانتون رو هم دعوت کنید و لطفا حمایت کنید. بذارید من به شما نشون بدم که چجوری میتونید حمایت کنید. خیلی ساده دیگه، این روزا هر کسی کریدیت کارت و اینها داره، یا میتونه بیاین صفحه مردم تیوی روی فیسبوک، لینکش رو براتون میذارم اینجا. ببینید اینجا کامرای دو، بله اون بالا یه ویدیویی هست که یکی از دوستان برای ما ساخته بود سالها پیش. ببینید زیر این ویدیو نوشته become supporter، یعنی بیاین شما حامی بشین، حمایت کنی. اینه که کلیک میکنی بهت میگه که بله چجوری میتونی اینا، چون صفحه خود منه شاید برای من یه جوری دیگه باشه، ولی شما میتونید اونجا با ماهی $5 حامی بشید، حمایت کنید. و این شماره تلفنمون 202-695-2573، تکس بفرستید، پیام بذارید، پیام آقای بهرامی هم پخش میکنم. و اینجا هم مال پیپل هست، هرکی با پیپل راحت تر هست، اون www که دیگه همه بلدن، paypal.me/mardomtv. از اون بهتر روی صفحه mardomtv.com هم باز، یعنی شما هر جایی که بگید بله نگاه کنید، mardomtv.com هم وقتی میان اینجا دوتا، یکی این گوشه هست نوشته دونیت به انگلیسی، یکی این ور نوشته همیاری. روی هر کدوم از اینا کلیک کنید شما رو میبره تو اون صفحه‌ای که همون مردم تیوی پیپل، و بهتون میگه چند میخواید، از $1 تا $1,000,000 میتونید کمک کنید. مطمئن باشید بیشتر از $1,000,000 کمک نکنید، چون ممکنه برای ما دردسر درست بشه. خب اینم از این، و ببینم پیام آقای خسرو بهرامی رو من میتونم اینجا پخش کنم یا پیداش کنم. اصلا گوگل وایس این 626 که اون پیام دوستمون بود فکر کنم، بذارید ببینم. بله این پیام آقای خمرباف بود، هفته قبل پخش کردم، ولی پیام آقای این پیام هم نه که دو جا هست، یه جا تو گوگل وایس، یه جا وقتی پخشش میکنیم میاد اون ور. این هم یه پیام دیگه از ایشون هست، ولی فکر کنم اینو گفته بود من برای خودم فقط باشه. بذارید ببینم. با درود و ادب و سپاس رباکار خمرباف از بندر پوشک. آقای صادقی، در صورتی که قابل پخش باشد پخش بفرد. پیش بینی خیلی مشکل است. اینم پخش کردم که شما راجع به ترامپ و اینکه اگه انتخاب نشه ممکنه جنگ داخلی را بندازه یا تقلبای دیگه انجام بده و اینها صحبت کردید، و دقیقاً همون روز هم این ترامپ همین کار انجام داد و آمد گفت که بهتر انتخابات رو به تعویق بندازیم، که حتی جمهوری خواه ها مسخرش کردن و گفتن که همچین چیزی اصلا خوب نیست، یعنی درست و قانونی نیست، چون اونا یه جوری میخوان از شرش راحت بشن، چون هر کسی از این حمایت کرده تو انتخابات آینده خیلی وضعش خرابه و اونا میدونید فکر نجات خودشون هستن. من اینو پیدا کنم، گوگل وایس متاسفانه نمیتونم پیداش کنم. 818 داریم، 703 رو داریم، چون این هم تلفنات دو جوره. در اصلا آقای بهرامی گفتی که نمیخوان اون فیلم ها رو پخش کنن، میخوان قبل صحبتی کرده باشن، ولی من نمیتونم به مردم بگم نظر شما راجع به فیلمی که هنوز پخش نشده چیه. اگه دقت کنید اتفاقا امروز آمدن میگم شما برید فیلم فرود فرخزاد رو ببینید بعد نظرتون رو به ما بگید، ولی نمیشه معنی میگه نظر شما راجع به فرود فرخزاد چیه، که یه زن آسیب دیده بوده، زنی که حتی وقت عاشق میشه عاشق کسی میشه که
زن داشته. میدونی آقای گلستان فخری زنش بوده. بعد اینا اصلا یه زندگی غیر معمول داشتن. به خیلی ها گفته بودن ما ازدواج کردیم فلان، نه حالا برگردیم. پیام آقای بهرامی رو متاسفانه نتونستم پیدا کنم. اینا از اشکالات ما هست که اون وقتا خیلی ردیف بودیم، حالا خیلی انورگنایزد پخش و پرش شدیم. و بله ساعت 4 هم باید برنامه آقای یه دلیلی که نگفتم آقای بهرامی، شما میگید که این آقا که میخواست مسئول سازمان امنیت بشه به شاه گفته بوده بذار من اشرف رو نمیدونم اعدام کنم، اونو اعدام کنم، اونو. فکر نمی کنم کسی یک چنین دل جرأتی داشت که به شاه بگه بذار من خانوادت اعدام کنم تا بلکه حکومت تو به اصطلاح جون سالم به در ببره. در هر صورت من اینجا با وجودی که میگم هر کسی هر نظری داره میاد نظرش رو بده و بگه، از اون ورم خودم رو به اصطلاح این حق رو برای خودم رزرو میکنم که منم نظرم رو درباره نظر شما یا درباره اون فیلم و اینها بگم. در هر صورت بازم از یک آقای شما ممنونم. دوستان اگر اهل مشروب و مشروب نوشیدن و اینا هستید به اندازه مصرف کنید که عقل و هوش حواستون سر جاش باشه. خیلی هم میگن اگر زیاده روی کردین به دوستاتون بگید. آخه بدبختی یه نمونی که زیاده روی میکنه خودش حتی از دوستشم بهش میگه، میگه نه من اوکی هم، من اوکی هم، مگر اینکه از قبلش. و این هم یه موزن بزرگی شده توی آمریکا. تعداد اینا الان خیلی خوب شده به خاطر این کرونا، کسی بیرون نمیره، اما تو خونه میشینن میخورن و تصادفات کمتر شده. در صورت کاری کنید که به بیمارستان و به گورستان و اینها منتهی نشید. روز روزگار بر شما خوش و با امید روزهای بهتر و آیندهی روشن‌تر. خیلی ممنون که با ما بودید.